جلسه نهم و دهم، 16 شهریور ماه 1389. خب امروز تازه بعد از این راه طولانی که ما اومدیم میرسیم به حضرت تبریز و آرا و اندیشه های ایشون. من یه مقداری سریع بگم، شاید امروز یک ترازی از بحث رو تمام بکنیم. خب منابع شناخت فردی چیه؟ یکی از چالش برانگیزترین مباحث هولوحش آرا و اندیشه های مرحوم فردیس اینه که خب ایشون آثار زیادی نداشت و چطور میشه راجع به یک متفکر سخن گفت بیان که اثری یا آثار قابل توجه ازش به جا مونده باشه. به حال از فردیس یه تعداد مقالات از دوران جوانیش مونده که مال قبل از فردیس کنونیست، یعنی فردیسی که هنوز به این شیوه تفکر جدید خودش دست پیدا نکرده، خودش از این دوران به دوران غرب زدگی تعبیر میکنه. آثاری که ذکر کردیم بیشتر شبیه تکالیفی است که یک کارمند برای رفع وظیفه اداری انجام داده. در حال به اونها در اشاره کردیم در آغاز مباحثمون. در حال فردیس رو فیلسوف شفاهی نامیدن. یک مقدار من اشاره کردم در مباحث که چرا فردیس به خاطر گرایشات خاص خودش به حکمت انسی و معرفت معنوی از نوشتن عبارت داشت. در حال چگونه میشه با سندیت قابل وثوقی در مورد فردیس سخن گفت؟ به نظر میاد ما با فردیس هم به چیزی شبیه مشکل سقراطی مواجه هستیم. مشکل سقراطی رو باهاش آشنایی دارید دیگه. سقراط یکی از مهمترین چهره‌های تاریخ تفکر غرب است. این چهره به قدری مهمه که او رو در کنار مسیح دومین محور تاریخ تفکر غرب میدونن. یعنی تاریخ تفکر غرب رو، تاریخ غرب رو اگر به دوران قبل از میلاد مسیح و بعد از میلاد مسیح تقسیم میکنن، به اعتبار تاریخ تفکر هم تفکر غربی رو به دو دوره پیش از سقراطی، دوره سقراطی و دوره مابعد سقراطی تقسیم میکنن. یعنی سقراط این همه اهمیت داره. اما وقتی سوال میکنیم چه آثاری از سقراط باقی مونده، در واقع چیزی از سقراط ما در دست نداریم به جز آثاری که از افلاطون برای ما به جا مونده. وقتی هم راجع به افلاطون صحبت میکنیم مشخص نیست، چون افلاطون اصیل‌ترین نویسنده جهان، اصیل‌ترین متفکر جهان، آثارش رو منصوب به استادش سقراط میکنه و هیچ مرز مشخصی افلاطون برای اندیشه های خودش با معلم خودش سقراط قائل نیست. لذا شما نمیدونید کدوم بخش از آثار و اندیشه ها متعلق به سقراطه و کدوم بخش از اندیشه ها متعلق به افلاطونه. لذا ما وقتی از سقراط صحبت میکنیم در واقع سقراطمون سقراط افلاطونی است، هم گونه که وقتی از افلاطون صحبت میکنیم مرادمون افلاطون سقراطی است. این اون موزل است که در تاریخ فلسفه به موزل افلاطونی، موزل سقراطی مشهوره. حالا بیان که بخوایم در مورد فردیس مبالغه بکنیم از طریق این قیاس و بخوایم بگیم فردیس هم شانی هم شانه به صلو شانی همچون سقراط داره، نه، فقط خواستیم از این مسئله استفاده بکنیم که از فردیس آثار زیادی به جای نمونده، اما اثر تاریخی اون رو و اهمیت تاریخی اون رو به جامعه ما ایرانیان نمیتونیم به صلو نادیده بگیریم و بر عهده پژوهش منه که اهمیت و تاثیر تاریخی فردیس رو نشون بدم. در حال ما یک شبکه ی دالها داریم، یک شبکه ی نشانها داریم که میتونه اینها، این شبکه ی نشانها میتونه ما رو به اندیشه های فردیس نزدیک بکنه. مبنی بر این که پژوهشگر بخواد اساساً به این اندیشه نزدیک بشه و کاهلانه با گفتن این که از فردیس چیزی باقی نمونده و چرا ما باید بیهوده وقتمون رو هدر بدیم، در واقع زیر بار مسئولیت مواجهه با فردیس نگریزه و یکی از سرمایه های بزرگ فرهنگی تاریخ معاصر رو به سهولت قربانی این کاهلی نکنه، آنچنان که در جامعه ما این امر به شدت دیده میشه. به هر حال از فردیس مجموعی از نوارهای ضبط شده سخنرانی ها، درس گفتارها، مصاحبه هاش در رادیو تلویزیون باقیه. البته اینها ممکنه برای همه اویلیبل نباشه، قابل دسترس نباشه، ولی به هر حال دور از دسترس هم نیست. کسی پیگیری کنه میتونه اینها رو
پیدا بکنه. غیر از اینها چند نوع منابع مستقیم و غیر مستقیم هم داریم. پاره ای از تقریرات سخنرانی ها و مصاحبه های فردی دست و گرسه به اصطلاح در این مرانور در مطبوعات کشور چاپ شده و اگر کسی علاقمند باشه میتونه از طریق اینها تا حدودی به اندیشه های فردی نزدیک بشه. چند تا نمونه شما من ذکر میکنم. در ماهنامه فرهنگ و زندگی یک مجموعه پرسش و پاسخی به نام پاسخ به چند پرسش در باب فرهنگ شرق شما نوشته از فردی رو میبینید. در روزنامه اطلاعات در سال 1352 نوشته ای وجود داره تحت عنوان سقوط هدایت در چاله حز ادبیات فرانسه. این مطلب در نشریه مشرق در سال 1374 دوباره چاپ شد. مصاحبه با علیرضا میبودی رو در روزنامه رستاخیز دارید در سال 1355. باز در همین سال 55 یک مصاحبه پاسخ کوتاه به پرسش شعر در هزاره سوم. گزیده گفتارها رو در مجله تلاش دارید در سال 1355 و متن سخنان فردی در میزگرد تلویزیونی تحت عنوان انسان شرقی انسان غربی در روزنامه رستاخیز در سال 1356 چاپ شده. باز در سال 1356 یک نوشته داره تحت عنوان بحث آزاد متن سخنان فردی داره. بحث آزاد درباره آزادی یک مصاحبه کوتاهی با مجله تماشا داره و در کتاب تحت عنوان اندیشه های هدایت گفتگوهای محمود کتیرایی با احمد فردید رو میبینید. باز یک نوشته ای از فردید تحت عنوان صورت و معنا در حکمت هنر به اصطلاح بحث های فردید در حوزه فلسفه هنر پیاده شده در نشریه موقف سال 82 در اومده. باز یک نوشته کوتاهی از فردید تحت عنوان نیچه در مورد نیشت مرد شوریده سر در موقف سال 82 نشریه موقف سال 82 در مده. باز یک گزارشی تحت عنوان خطر و نجات که در واقع گزارش و ترجمه فردید از راه‌های جنگلی صفحه پایانی راه‌های جنگلی هایدگر باز در نشریه موقف سال 82 در مده. یه مصاحبه با کیهان فرهنگی وجود داره که تقریبا 20 سال حدود 2 دهه بعد از فوت فردید بعد از انجام مصاحبه در 2 دهه بعد در سال 1387 در اومده. اینها مجموعه نوشته‌های پراکنده است از فردید مونده. اما این نوشته‌ها که بیشتر جنبه شفاهی داره و پیاده شده و فردید که از ویژگی‌هاش همین بود یه عبارتی رو بیان میکرد در اون عبارت معترضایی رو بیان میکرد میومد اون رو توضیح بده یه عبارت دیگر رو توضیح میداد و همینجور عبارت معترضه در عبارت معترضه یه رشته کلام از دستش در میره و گاهی وقتا خودش هم مستعصل میشد میتونن که دانشویانش توصیف میکنن و گاه کلام سخن از دستش خارج میشد. به همین دلیل تقریراتی که از به اصطلاح فردید باقی مونده گاهی وقتا بسیار اثری کننده و رماننده از خواننده از خودش رم میده. اما این اواخر 3 اثر در مورد فردید منتشر شده که به نظر میاد آثار و منابع نسبتاً مستقیم و اصیلی از آرا و اندیشه‌های فردید در دوران بلوغ و کمال فکریش هستن. مشهورترین اینها در واقع این سه کتاب یکی تحت عنوان نگاهی دوباره به مبادی حکمت انسی یا تقریرات به اصطلاح اندیشه‌های استاد فردید که توسط عباس معارف طلبه جوانی بود که در سن 44 سالگی فکر می‌کنم در جوانی به خاطر بیماری مرحوم شد چند سال پیش عباس معارف گفته میشه که در واقع یکی از بهترین شاگردان فردید بود و فردید همواره با دیده احترام به اون می‌نگرید که چه فردید کمتر به کسی با دیده احترام می‌گذارید اما برای عباس معارف آنچنان که شاگردانش میگن احترام قائل بود. خود در واقع عباس معارف هم در واقع با احترام خاصی از فردید یاد میکنه که گویی فردید یگان استاد او بوده. عباس معارف معتقد بود که فردید گوهری ناب و یگانه روزگار ما او رو متفکر بزرگ شرق میدونست و با تعابیری چون استاد بزرگ حکمت مشرق حکیم بزرگ انسی معاصر و تعابیری چنینی با احترام و یک نوع به اصطلاح دیده قداست گونه
به فردید نگاه میکرد. کتاب دیگه دیدار فرهی و فتوحات آخر زمانه که این هم حاصل کار که نمیشه گفت، در واقع متنی است که مرحوم مددپور که ایشون هم در جوانی تقریبا فکر میکنم سال 84 بود، روز اول عید در اثر راه نبوده در یه تفرد رانندگی در جاده شمال مرحوم شدن. دیدار فرهی و فتوحات آخر زمان هم مجموعه گفتارهای پراکنده است که در واقع مرحوم مددپور اونها رو جمع‌آوری کرده، پیاده کرده و چاپ کرده. این همین کار رو آقای موسی دیباج کرده تحت عنوان آرا و عقاید سید احمد فردید یا مفردات فردیدی. از میون این سه تا کتاب دو تا اثر آخر، یعنی دیدار فرهی و فتوحات آخر زمان مددپور و آرا و عقاید سید احمد فردید و مفردات فردیدی آقای دیباج، اینا عبارات بسیار پراکنده است، تک تک عباراتی که در واقع گویی معلمی حرف زده و یه دانشجوی یادداشت برداشته و یادداشتایی که گاه اکثر مواقع اینا ساماندهی خاصی هم نداره. بیانات، لحن بیان کاملا کلامی و شفاهیه که روی کاغذ اومده، لذا وقتی شما مطالعه میکنید ممکنه فضا کاملا دستتون نباشه. اغلاطی در این کتب من دیدم که به نظر میاد که غلطهایی هم به لحاظ معنایی و مفهومی وجود داره و بیشتر حالت شنیداری، کتی شنیده یا یادداشت برداشته و اینها رو پیاده کرده یا نوارها ممکنه پیاده شده باشه. اما از همه متون متین‌تر در واقع کار عباس معارفه. کار عباس معارف در واقع معارف کوشیده که آرا و اندیشه های استاد رو به نحوی نظم و سامان بده، اما اونها را از زبان خودش بیان میکنه و نه از زبان فردید، برخلاف کار مددپور و دیباج که اونها را از زبان فردید بیان میکنن، اما معارف این اندیشه های استاد رو در واقع زبان خودش تقریر میکنه. کتاب معارف در واقع متن متین‌تر و منسجم‌تری است که آرا اندیشه های فردید رو بیان میکنه. اما کار عباس معارف که در این حال ما رو به فهم اندیشه های فردید نسبت به دیگر نوشته ها بیشتر نزدیک میکنه، از چند نقصان اساسی در واقع برخورداره. اولین نکته اینجاست که مرز میان استاد و شاگرد وجود نداره، یعنی شما همواره در تردید هستید، همواره در تردید هستید که آیا شما با فردید مواجهید یا با معارف. اما با توجه به این اصل که در واقع اکثر قریب به اتفاق شاگردان فردید به بازتولید اندیشه های فردید پرداختن، یعنی در واقع شما کمتر رو اینجا به جد بگیرید یا شاید بگم در واقع هیچ بصیرت بنیادی شما در میان شاگردان فردید نمیبینید که پیشاپیش در اندیشه های فردید بوده باشه. لذا به این اعتبار که عباس معارف نیست، در واقع داره باز تولید یا به اصطلاح حالا خودش مدعی جمع و گردآوری میکنه، ولی با توجه به این که در واقع در خود تفکر مرحوم معارف کمتر شما بصیرت بنیادی میتونید پیدا بکنید، لذا میتونید در واقع یه مقداری با اطمینان بیشتری قائل بشید که در واقع مفرداتی که در کتاب عباس معارف اومده در واقع متعلق به خود فردیده. اما توجه داشته باشید اندیشه های فردید به هر حال از کانال ذهن عباس معارف گذشته. معارف خودش از یک سو در یک خانواده متصوفه به دنیا اومده، اهل میانه بود، پدرش رو به صوفیه اهل میانه بود و عباس معارف از کودکی در واقع با تعالیم متصوفه آشنا بود و خودش هم یک تربیت صوفی منشانه داشت، خودش هم گرایشات صوفی منشانه داشت، لذا همین عنصر هم خودش رو توی کتاب معارف نشون میده. یعنی درسته که فردید حکمت انسی یعنی تفکر صوفیانه رو به عنوان افق تفکرش بر میگذینه، اما چنین نبود که بکوشد همه اندیشه هاش رو با تعالیم رسمی تصوف سازگار بکنه. اینکه شما عرفان و حکمت شرقی رو به عنوان یک چارچوب کلی و به عنوان یک افق
بنگرید، غیر از اونی که بخواید تمام اندیشه های مثلا ابن عربی در چارچوب حکمت نظریش رو به فلسفه به اصطلاح نظری و عرفان نظری ابن عربی رو مو به مو بخواید دنبال بکنید، گرچه ممکنه شما حکمت معنوی ابن عربی رو نگاه کلیش رو بپذیرید. رضا در کار عباس معارف یک نوع تلاش برای تلقی و تفسیر کاملا منطبق با تعالیم رسمی صوفیه بین اندیشه‌های صوفیه و اندیشه‌های فردی رو شما می‌بینید. از یک طرف دیگه این که عباس معارف به اصطلاح گرایشات چپ و انقلابی داشت، در دوران جوانیش هم، حتی جوانم بود که تو 34 سالگی فوت کرد، در دوران قبل از انقلاب هم در واقع فعالیت سیاسی داشت و یه مدتی هم به دلیل فعالیت سیاسیش در زندان بود. در آثار نوشته های عباس معارف گرایشات چپ، یعنی یک نوع گرایش به جهت‌گرایی سوسیالیستی مارکسیستی و خواهان انقلاب بودن به این معنا، چپ به این معنا، گرایشات چپ به مفهوم گرایش سوسیالیستی و بینش طبقاتی داشتن و مخالفت با وجود طبقات و سوسیالیسم رو به اون یک آرمان تلقی کردن رو در عباس معارف داریم. قانون کار جمهوری اسلامی هم گفته می شود که عباس معارف اولین قانون کار جمهوری اسلامی رو که با یک گرایشات جهتگیری طبقاتی منطبق بر مبانی اندیشه اسلامی به اصطلاح عباس معارف نوشته شده. لذا در کتاب معارف که بیانگر اندیشه های فردیده به نظر میاد که هم گرایشات صوفیانه و هم گرایشات چپ و سوسیالیستی در واقع یک مقدار پررنگتر میشه و یک جایی استشمام منه احساس میکنم که در واقع گرایشات چپ و دائما طرح مسائل چپ، یعنی مخالفت با طبقات، نگاه به جامعه بی طبقه توحیدی، اینها دیگه در واقع ناشی از گرایشات سوسیالیستیه در واقع به مرحوم معارفه. البته ممکنه پاره عبارتهایی در به اصطلاح عبارات فردی باشه که مثلا به مارکس با یک دید احترام میگذاره، به این دلیل که مارکس هم خواهان مخالفت با وضعیت کنونی و جهان کنونی است و نقاد جهان کنونی است، اما اینکه این نوع عبارات رو ما چقدر وقع بنهیم و پررنگ ترش بکنیم تا دلش یک نوع گرایش طبقاتی و چپ در بیاد، در واقع استشمام من اینه که بیشتر حاصل ذهنیت مرحوم معارف. همچنین فردیس خود عبارات پراکنده زیاد داره که در میان این عبارات پراکنده بصیرت‌های گاه بسیار اصیلی در میانش وجود داره که شما تو نوشته کاری که مددپور و دیباج جمع‌آوری کردن، در این لابلای این عبارات شما بصیرت‌های بسیار بسیار بنیادی رو می‌بینید، منوط به این که شما بخواید به اندیشه فردیس گوش بدید و بخواید چیزی یاد بگیرید. اما در کار عباس معارف نه، چون خواسته سازماندهی بده به اندیشه، یعنی نظام سازی بکنه برای اندیشه فردی و در حول محورهای معین و مشخصی اندیشه های فردی رو بیان میکنه، لذا در واقع یک چارچوب کلی بخشیده. خیلی از عبارات دیگر فردی که به طور پراکنده وجود داره، چون در این چارچوب نمیشد به گنجه محورهای کلی رو بیان کرده، اونها رو گذاشته کنار، درسته که در همون به اصطلاح پاره عبارات در واقع بصیرت های بسیار بنیادینی وجود داره که به نظر من ازش رو نمیشه به سهولت صرف نظر کرد. اما در کنار این سه تا کتابی که ذکر کردم، به اضافه نوشته های تقریرات سخنرانی و درس گفتارهای فردی، پاری از منابع وجود دارن که به اعتقاد من اینها هم یک شبکه دلالتی رو برای نزدیک شدن به اندیشه های فردی نزدیک میکنن. اما در واقع همون تفاوت که همواره بین یک استاد و شاگرداش وجود داره، یعنی به این دلیل که فردید با شاگردان خودش همشأن نبود، به همین دلیل خب یه مقدار مطالب تقریرش هم تا حدودی تنزل پیدا میکنه و بعضی وقتا بحثا خیلی قالبی میشه. اما از طریق همین عبارات قالبی که شاگردان فردید از طریق باز تولید حرفهای استاد انجام دادن، شما میتونید به اندیشه‌های فردید نزدیک بشید. از جمله شاگردان فردید آثار محمد مددپور، آثار محمد رضا ریختگران، آثار شهرام فاضلی تا حدودی،
آثار منوچهر اسدی، آثار محمد رجبی، آثار محمد رضا جوزی، ببخشید این آقای محمدی تشریف نداره ها؟ نه من به نظرم برق مشکل داره، مهم نیست حالا، ولی مسیر بحث من سرعتم گرفته میشه اگر بخوام.
که عناصر اصلی تفکر فردی چیه. من قصد ندارم به همه آرا و اندیشه‌های فردی اشاره کنم، چون اصلا امکان پذیر نیست. گفته‌ها و نوشته‌ها خیلی پراکنده. یکی از آرزوهای من اینه که اگر خدا توفیق بده و از این پژوهش‌هایی که در ایران من رها بشم، شاید یک بار کوشیدم به نحوی به اصطلاح آثار و نوشته‌های به جا مانده از فردی رو به نحوی ساماندهی بکنم، که تلاش های نظر ایشون از بین نره. گرچه کنم این کارهایی که در ایران هم فکر میکنم به نحوی من دارم ساماندهی میکنم، اونجا در واقع شرح و تفسیره، یعنی شما به واسطه من دارید تردید بکنید و با متن تردید کمتر مواجه دارید. ولی چند تا کارم این اواخر راجع به تردید صورت گرفت. شاید نخستین کاری که به اندیشه‌های فردی توجه می‌کنه کار برادر بزرگوارم پژوهشگر زبان کشور ما آقای محمد منصور هاشمی در کتاب هویت انسان و میراث فکری احمد فردی که در سال 1984 انتشار کبیر در آورد. آقای هاشمی خود تلاش توجه خودش رو معطوف به تاریخ معاصر ایران کرده، تاریخ اندیشه معاصر ایران، کاملا تلاش روشنی که خارج از پوپ و بوخت ها میخواد یک تجربه کاملا علمی و آکادمی به اصطلاح از اندیشه‌های در مورد تهرانی که جلال احمدی نامشون کاری کرده در مورد شریعتی، در مورد سایگان، در مورد فردی هم کاملا نشون میده تلاششون تجربه کرانه است. منابع رو رفته بزرگ کرده، کتاب ها رو خونده و یک جمع‌آوری اطلاعاتی خوبی برای کسانی که میخوان با فردی آشنا بشن. اما به اعتقاد من چون در واقع در سطح مباحث باقی مونده و نتونسته در واقع به عمق اندیشه ها نزدیک بشه و از یک سطحی از مباحث بحثی گرچه اطلاعات خوبی به خواننده میده و در واقع یک خاطر خوبی رو جلوش میذاره تا بتونه در واقع گزینش‌های رو داشته باشه، ولی به اعتقاد من در واقع خواننده رو با اندیشه های فردی درگیر نمی کنه. به هیچ وجه کاریشون ژورنالیست نیست. اون چیزی که در سطح ژورنالیست کشور در این گونه بحثا وجود داره به هیچ وجه کار آقای هاشمی یک کار ژورنالیستی نیست. اما فاصله خیلی زیادی هم نتونسته از سطح مباحثی که در سطح جامعه روشنفکری ما هست فراتر بره و وارد این بحث و گفتمان فلسفی بشه. باز آقای هاشمی یک نوشته دیگری داره، یک مقاله داره تحت عنوان علی شریعتی و احمد فردی در کتاب دین اندیشان متجدد روشنفکری دینی شریعتی و ملکیان، یه مقایسه قشنگی به اصطلاح حال تطبیقی بین اندیشه‌های شرقی مقاله است و احمد تردید کرده، احتمال اینجا دیگه چاپ شده بود و ایشون توی این مجموع مقاله آورده. باز این هم نمیدونم چاپ اولش چه بود، چاپ دوم سال 1986 خودم این کتاب تردید در برده میتونه بهش میزه کنید. یکی از کتاب هایی که در مورد به خلاف تردید مستقلن در مورد تردید نیست اما بخش عمده اشاره به تردید در اونجا به تردید مکررن اشاره میشه، کتاب آقای علی میرصفاتی. آقای دکتر علی میرصفاتی میدونه که ایرانی که الان در آمریکا زندگی میکنه و در یک از دانشگاه‌های آمریکایی اونجا استاد هستن. چند سال پیش هم ایران اومدن، ایشون کتابشون عمدتاً در مورد جریان روشنفکری ایران و تاریخ تفکر معاصر ایران و جامعه شناسی سیاسی ایران. کتاب روشنفکران ایران روایت‌های یعصومی که آقای عباس مخبر از انگلیسی ترجمه کردن در چاپ اولش در سال 86 بود. از آقای مصطفی کتاب‌های دیگه هم هست، کتاب رسالت حقیقت یا تاریخ تفسیر و یک کتاب دیگه هم با آقای مصطفی هست در مورد روشنفکران ایرانی، مدرنیته ایرانی در واقع اینجا هم باز یک دست گروه فردی اشاره شده. در کتاب مدرنیته
مطلب از دیدگاه آقای یوسف‌پاشی در کتاب روایت‌های یعقوبی مصطفی خانی را روایت‌های یعقوبی من خوندن کتاب‌های آقای یوسف‌پاشی رو به همه شما توصیه می‌کنم به همه شما کتاب‌های آقای یوسف‌پاشی توصیه می‌کنم در یک مقاله نوشته کوتاهی که روزنامه شرق از من خواست در مورد مدرنیته ایرانی بنویسم اونجا این مطلب رو گفتم قبول بود پنجشنبه در بیاد که به طور علمی تراتور تدریس شد و فکر می‌کنم این پنجشنبه در ویژه‌نامه روزنامه شرق در بیاد تحت عنوان مدرنیته ایرانی با علامت سوال. در اونجا من آقای یوسف‌پاشی اشاره کردم که اولین بارم تعبیر مدرنیته ایرانی رو ایشون به کار برد. به حال ایشون یک مسئله بسیار مهمی رو مطرح می‌کنه و اعتقاد من همه روشنفکران ایرانی باید با این نظر آقای دکتر یوسف‌پاشی تفسیر حساب بکنه و موضع خودشون رو مشخص بکنن تا از طریق دیالوگ با آقای یوسف‌پاشی در واقع موضع خودشون نسبت به سنت به طور روشن کنن. آقای یوسف‌پاشی سرشونه که مدرنیته فقط یک قرائت و یک اصطلاح خانش نداره، خانش های متعددی از مدرنیته وجود داره و روشنفکران ایرانی عمدتاً به خصوص روز جریانات سکولار مارکسیستی و بیشتر جریانات سکولار در واقع اینها با قد علم کردن در برابر سنت در واقع مانعی هستن برای ظهور خودکومیتراسی در ایران. در واقع توصیه ایشون این که از یک مورد پرگماتیستی از یک مورد پرگماتیستی در برابر هر گونه خانش توتالیتر و تمامیت ها از مدرنیته دست بردارن و خانش از مدرنیته رو مطرح نکنن که خواهان از هر نوع به اصطلاح تفکر سنتی رو انکار بکنن چنانکه در خود آمریکا میتونی نبود در خود انگلیس هم اینطور نبود این فقط روشنفکری ضد دینی فرانسوی بود که کاملا در مقابل دیدگاه قرار گرفت. لذا حتی اگر به عنوان نظری نمیپذیری لااقل به لحاظ فراکنسیستی بپذیری که در واقع باید نسبت جریان روشنفکری با سنت و مفاهیم سنتی به نحو دیگری باشه و میتوان از دل سنت تاریخی به طور جور سنت تاریخی رو خان و قرائت کرد که بشه ازش ارزش های دموکراتیک رو بیرون بکشه. این قسمت بحث‌های آقای یوسف‌پاشی که به نظر من نکته مهمی است. اما آقای یوسف‌پاشی غیر از این بحث‌هاش که من خیلی استقبال میکنم گرچه باش دیالوگ میکنم اما بحث هایی که در مورد فردیس هایگر بکنه اصلا نمیپذیرم ایشون تحت عنوان ایدئولوژی اصالت در واقع هایگر دعوت اوتنتیسیتی میکرد کرکگور هم دعوت اوتنتیسیتی میکرد یعنی در مقابل عدم اصالتی که فرهنگ جدید قادر ما کرده مقاومت بکنیم و در واقع ما رو دعوت به نوع نحوه بودن اصیل میکنه. هایگر معتقد اگزیستانس به تبع کیرکگور، البته هایگر به تبع کیرکگور این رو اول بار کیرکگور مطرح میکنه که در برابر اگزیستانس یعنی نحوه هستی آدمی دو نحوه بودن وجود داره، نحوه بودن اصیل و نحوه بودن غیر اصیل. هایگر هم این تم رو داره که ما در هر لحظه میتوانیم دو نحوه بودن داشته باشیم، نحوه بودن اصیل و نحوه بودن غیر اصیل. آقای میرسپاسی در واقع میکوشه به تبع پاری از متفکران غربی که هایدگر رو در کنار نیچه جزء آبای فاشیست دونستن به لحاظ نظری و معتقدن همین ایدئولوژی اصالت و اصالتگرایی است که زمینهای ظهور فاشیست رو فراهم کرده، در واقع میکوشن در واقع به نقد ایدئولوژی اصالت بپردازن. البته اینجا کاملا به نظر میاد که آقای میرسپاسی در واقع بازتولیده حرفایی که پالی از نوشته ها در مورد هایدگر در غرب زدن و میکوشن به تبارشناسی فاشیست بپردازن و این تبارشناسی رو در نگرش ضد روشنگری که در میان متفکران آلمانی وجود داشت در چهره های مثل نیچه، اشپنگلر، ارنست یونگر و هایدگر جستجو بکنه. من برای کاری که آقای میرسپاسی کرده، یعنی برای این کتاب روشنفکران رو روایت های یعصومی که در واقع روایت فردی از مدرنیته رو روایت یعص و نامیدی میذاره و معتقد روایت هایدگر ما رو به یعص و نامیدی میکشونه، برای این کتاب ارزش و احترام قائلم. چرا که میکوشه بحث نظری بکنه، از این نظر احترام قائلم. یعنی تا به حال هر نوع نقدی از هایدگر و به تبع اون فردی در ایران شده بحث ژورنالیستی، بحث سیاسی
چرا هایدگر با فاشیسم هم به همکاری کرد؟ کاری که در واقع اینجا آقای میرصفاتی میتونه بکنه، میخواد انجام بده به تبع منابعی که در کتابش ازشون استفاده کرده و در واقع بخش عمده این مباحث حاصل ترجمانی از اون به اصطلاح منابع، آقای میرصفاتی میکوشه در واقع با یک نوع نقد فلسفی نشون بده که اندیشه های هایدگر صرف نظر اصلا قصور اخلاقی یا به اسم نقطه ضعف اخلاقی فردی یا اشتباه سیاسی، حالا هر تعبیری که میذارید، بکوشه از طریق مفاهیمی که در وجود زمان هست، مفاهیمی که در اندیشه هایدگر وجود داره، نوعی نسبت میان تفکر هایدگر و فاشیسم نشون بده و همین رو در جامعه ایران نشون بده که چطور در واقع روایت هایدگر و به تبع هایدگر روایت فردی منجر به یک روایت مأیوسانه از روشنگری و دموکراسی میشه و در واقع سبب قفل شدن ذهن ایرانی در برابر روند به اصطلاح جنبش های دموکراتیک و روند به اصطلاح مدرنیته میشه. به این اعتبار من احترام قائلم، اما اعتقاد من آقای میرصفاتی و در واقع قبل از آقای میرصفاتی اون در واقع پژوهشگرانی که در واقع دو کتاب عمده رو من الان حضور ذهن ندارم نامهاشو بیارم فراموش کردم، در واقع دو کتاب عمده است که با رجوع به اونها آقای میرصفاتی اون سطح‌های نقد هایدگر و فردید رو در واقع قوام بخشیده، اون دو کتاب نویسندگانش و به تبع اون آقای میرصفاتی در واقع به اعتقاد من اصلا بحث هایدگر رو نفهمیدن و در واقع یک بحث اونتولوژیک رو به عنوان یک بحث ایدئولوژیک فهمیدن. کلمه اوتنسیتی و اصالت در هایدگر به هیچ وجه مفهوم تبارشناسانه ناسیونالیستی نداره، به هیچ وجه به معنای بازگشت به اصالت آلمانی یا نژاد آلمانی نیستش، گرچه هایدگر ممکنه گهگاه عباراتی داره که برای اینکه یک نوع خیزش در ملت آلمانی ایجاد کنه، ممکنه یک نوع هندوانه زیر بغل ملت آلمان هم یه جای گذاشته باشه، چرا که من هم تو همین کلاس ها گهگاه گفتم ایرانی و ایرانی بودن رو چه بفهمید و تفکر ایرانی چه قابلیتی داره، همون چیزی که در واقع کروبند می‌خواست به ما نشون بده، تفکر ایرانی به معنای یک نوع نگرش حکمی و معنوی و در عین حال تکیه بر یک نوع عقل و عقلانیت میتواند برای جهانیان پیامی به همراه داشته باشه. ما خودمون رو به منزله یک گروه قومی، نژادی، فقهی، کلامی، گاهی میتونیم خودمون رو اون فرقه دینی بفهمیم، گاهی وقتا خودمون رو میمونیم یک فرقه فقهی بفهمیم یا یک جریان ایدئولوژیک سیاسی بفهمیم، اما خودمون رو میتونیم به عنوان یک پیام تاریخی تمدنی بفهمیم. در این حال که داریم به یک نوع فرهنگ خودمون رجوع میدیم، به هیچ وجه از دلش یک نوع شونیست و رسیسم و نژادپرستی بیرون نمیاد، به هیچ وجه. همینجور در هایدگر هم گرچه ممکنه یک جاهایی به ملت آلمان به عنوان در واقع ملتی که میتونه یک نوع رسالت تاریخی در تاریخ غرب بازی کنه ممکنه در عبارات هایدگر وجود داشته باشه، اما به هیچ وجه در واقع از بحث اوتنتیسیتی و اوتنتیسیتی در اندیشه های هایدگر شونیست و رسیف بیرون نمیاد و به اعتقاد من اشتباه اون پژوهشگران و به تبع اون آقای میرصفاتی در واقع این است که بحث اونتولوژیک و آنتروپولوژیک به اصطلاح هایدگر رو، بحث وجود شناسی و انسان شناسی هایدگر رو در سطح یک بحث سیاسی و ایدئولوژیک تنزل بخشیدن، که در این حال این نحوه روی کردی که در این کتاب وجود داره است آنچه که در جامعه و ژورنالیسم ما وجود داره بسیار بسیار جلوتره. خب من میکوشم تو این جلسه اگر توفیقی باشه اندیشه های فردی رو حول چهار محور اساسی خلاصه بکنم. محور اول تفکر عرفانیه. تفکر عرفانی ما خودش میدونید تاریخ عرفان ما تحولاتی داشته. عرفان در قرون اولیه که بیشتر یک نوع زهد بود، یک نوع آخرتگرایی بود، به تدریج این عرفان جنبه های نظری هم پیدا میکنه. اوجش عرفان ابن عربی که در واقع ابن عربی رو باید بنیانگذار عرفان نظری دونه که در واقع بیان متافیزیکی هم این عرفان پیدا میکنه. لذا خود عرفان ما هم به دو عرفان عملی و عرفان نظری تقسیم میشه. عرفان تفکر عرفانی میگیم یا تعبیر حکمت انسی رو
هم مرحوم عارف به کار برده به عنوان کتابشه و هم در ادبیات فردیدی وجود داره که حکمت عنفی که میگیم بیشتر میخواد توجه بدیم به جنبه های معرفت قلبی و حضوری تا اون نظام سیستماتیک عرفانی که در عرفان نظری مثل عرفان ابن عربی و پیروانش وجود داره. پس یکی از مبادی و یکی از عناصر قوام بخش تفکر فردی تفکر عرفانی یا حکمت عنفیه. بله داره داره بله کی؟ اکی وام گرفته؟ نه گذشته ما تعبیر حکمت عنفی رو داریم، حکمت عنفی رو داریم. عنصر دیگه یه تفکر فردی تفکر تاریخی، تفکر تاریخی اونتا بر اساس نگرش علم الاسمایی. عنصر دیگه مفهوم قرض‌زدگی، مفهوم قرض‌زدگی. عنصر چهارم اتیمولوژی یا بحث‌های مباحث زبان شناسی تاریخی. البته عباس معارف جور دیگری تقسیم بندی می‌کنه، یعنی معتقد اندیشه‌های فردی سه تا به سه شاخه به اصطلاح سه تا عنصر رو ذکر می‌کنه عباس معارف. او میگه تفکر استاد سه مبدأ داشت که هر کس به دانها نزدیک کرده به تفکر وی تقرب یافته است. این مبادی سگانه بدین قرار است. حکمت عنفی که من هم اشاره کردم، تفکر مارتین هایدگر. من تفکر مارتین هایدگر رو مستقلا نیاوردم، چون در تک تک این محورها تفکر هایدگر حضور داره، تفکر هایدگر در واقع حضور داره. محور دیگر گذاشته مبادی اسم شناسی یا اتیمولوژی. من آنچه که عباس معارف میگه اتیمولوژی یا اسم شناسی من به دو وجه تقسیم کردم، یعنی یکی مباحث اتیمولوژی و یکی بحث علم الاسما. وقتی عباس معارف میگه مبادی اسم شناسی، یعنی بحث علم الاسمایی و بحث اتیمولوژی رو با هم دیگه ترکیب کرده. من اینها رو در واقع جدا کردم تا شیوه تقریر مطالب شیوه مناسب تری پیدا بکنه. میتونید اندیشه هایدگر رو به عنوان یک عنصر قوام بخش دیگری ذکر بکنید، ولی در تمام این محورها به نحوی هایدگر خودش رو نشون میده. خب تک تک اینها رو یک توضیحی بدم. تفکر عرفانی یا حکمت عنفی در واقع تاثیرپذیری از سنت عرفانی خودمون، سنتی که در تاریخ تفکر ما وجود داشته، مهمترین عنصر قوام بخش تفکر فردی در مرحله دوم تفکرش، نه در دوران جوانی. اگر کسی به این سنت عرفانی و حکمت عنفی توجه نداشته باشه، در واقع با فردی خیلی مشکل داره. و کسانی که در واقع به این حکمت عنفی تعلق خاطری دارن و نزدیک میشن، در واقع بسیار از شایبه ها و بحث ها در مواجهشون با فردی در واقع رنگ خودش رو در میده. بیان که بخوام تعطیل بکنم بحث انتقادی رو، منتها میخوام بگم بسیار از بحث ها ناشی از سوء تفاهمه. فردی صراحتا از عرفان و تفکر معنوی دفاع میکنه. عبارت فردیده در تفکر گذشته اگر معنویتی باشد در تصوف است. پس اگر قرار معنویتی باشد تفکر در تصوف است. این عبارت این همون عبارتی است که هانی کوربن هم ذکر میکرد، پادزهر نیهیلیسم تنها تنها عرفان شرقی است. اگر قرار به نیهیلیسم دوران کنونی جواب بدیم، جز حکمت معنوی شرقی راه دیگری وجود نداره از نظر کوربن. باز این عبارت عبارت فردیه. به نظر حکمای عنفی علم به حقیقت وجود تنها از طریق حضور ممکن است. یعنی شما با در نسبتتون با وجود، در مواجهه با وجود، تنها از طریق معرفت قلبی و معرفت حضوری، از طریق وراجی فلسفی، از طریق بازی با مفاهیم، شما نمیتوانید در واقع
مسئله وجود رو با خودتون برای خودتون حل بکنید. باز داخل پرانتز میگم این فریادی بود که خیلی‌ها در خود غرب هم این فریاد رو داشتن. اگر کیرکگور رو به یاد بیارید اصلا اگزیستانسیالیست یعنی همین که مسئله وجود در سطح اندرستندینگ قابل فهم نیست، بلکه باید در سطح اگزیستانس، در واقع در عمیق‌ترین لایه‌های وجودی انسان شما با مسئله وجود درگیر شید. اما از طریق ذهن و از طریق مفاهیم و از طریق گزاره‌ها شما نمی‌توانید با مسئله وجود مواجهه داشته باشید. اینها رو دارم توضیح میدم که در واقع بدونید که ما وارد یک حوزه خیلی عجیب غریب نمی‌خواید بشید. در واقع فردید با اتکاب سنت تفکر معنوی و انسیه که به مناقشه با غرب و همه سنت متافیزیک می‌پردازه. و همینجا با توجه داشته باشید وقتی میگیم غرب یعنی متافیزیک، غرب یعنی متافیزیک مطابق تلقی هایدگر و تحت تاثیر اون، مطابق تلقی به اصطلاح فردید. غرب یک مفهوم سیاسی نیست، غرب یک مفهوم جغرافیایی نیست. امروز کره یا ژاپن در شرق جغرافیان به لحاظ جغرافیایی، اما بخشی از غربن. غرب یک مفهوم مارکسیستی نداره. غرب یعنی مثلا امپریالیسم، غرب یعنی سرمایه‌داری، این تلقی مارکسیستی بود. غرب یعنی بی اخلاقی، غرب یعنی بی بندوباری. فهم روحانیون ما، فهم تئولوژیک یا فهم اخلاقی، غرب حتی فرهنگ هم نیست. یعنی وقتی میگیم غرب همه جا رو گرفته به هیچ وجه به این معنا نیست که امروز ما صبح صبح پا میشیم موسیقی بتوون گوش میدیم یا رمان غربی میخونیم، نه اصلا به این معنا نیست. غرب یعنی متافیزیک. متافیزیک یعنی تفکر حصولی، یعنی تفکر مفهومی. وقتی میگیم غرب همه جا رو گرفته و از غرب زدگی جهانی صحبت میکنید، حالا اینو بعدا توضیح میدم، معناش اینه که تفکر حصولی و مفهومی همه جا گرفته. بشر به قول هایدگر گویی نحوه تفکر دیگر رو از یاد برده. بشر نحوه تفکر قلبی و معنوی رو از یاد برده و از نظر هایدگر این خطرش زیانبارتر از انفجار سلاح‌های هسته‌ای که کره زمین رو با خاک یکسان می‌کنه. این عبارت فردیده. وقتی میگویم فلان کس فاقد فکر و ذکر است، یعنی تفکرش حصولی. وقتی میگه بی فکری دوران ما رو گرفته، همه ما فکر میکنیم، همه ما فکر میکنیم. مگه کسی میتونه یه لحظه فکر نکنه؟ شما یه لحظه جلوی تفکر رو بگیر. همه کارمند بانک گرفته، نمیدونم سیاست مدار گرفته، مادر من و ننه جون و سیاست من، همه فکر میکنن. اما وقتی میگیم تفکر وجود نداره، من یک مقاله داشتم برای روز جهانی فلسفه دو سه ماه دیگه در ایرانم، مراسم تحت عنوان مرگ تفکر. بعد دوستان میخندیدن، اون مرگ تفکر یعنی چی؟ بشر دیگه فکر نمیکنه؟ نه، نحوه خاصی از تفکر در واقع دیگه وجود نداره. پس وقتی فردید میگه فلانی فاقد فکر و ذکره، یعنی اینکه تفکرش صرفا حصولیه. ممکنه تو اون جنبه هم خیلی آکادمیسیان باشه، خیلی هم فیلسوف باشه و و و و و، اما تفکرش تفکر حصولیه، یعنی در چارچوب مفاهیم مونده و آن سوی مفاهیم نمیتونه پا بذاره. فردید در جای جای آثارش از مفاهیمی مثل دلاغاهی یا زند آگاهی صحبت میکنه. این همون چیزی که در سنت خودمون میگه معرفت حضوری، معرفت باطنی، معرفت قلبی. در سنت تاریخی خودمون معرفت ربانی، معرفت الهی. افلاطون ازش به دیالکتیک تعبیر میکرد. افلاطون میگفت این دانش، دانش شاهانه که اگر نباشه همه چی پادر هوا. اون اروس که در اندیشه افلاطونی وجود داره همین جنبه است. این همون چیزیست که در هایدگر، همون چیزی که هایدگر داشت با عنوان هرمنوتیک حضور ما میتونیم یاد بکنیم و همون چیزی که هایدگر و کوربن هر دو به دنبالشن. دلاغاهی، زنداغاهی، تفکر حضوری، حکمت، حکمت معنوی، اینها همش در اندیشه فردی در واقع همون هرمنوتیک حضوری است که در اون عمل تفسیر، عمل تفسیر صرفا به کشف و یافتن معانی واژگان و گزاره ها محدود نمیشن. این کاری که ما میکنیم، ما در حد واژه ها موندیم، ما در حد معنای گزاره ها موندیم.
اما در کربن به دلیل تبعیت و تأثیر پذیرش از هایدگر، هرمونوتیک با پدیدارشناسی پیوند میخوره. یعنی شما به واسطه، شما در گزاره ها نمیمونید، گزاره ها واسطه ای هستن که به واسطه واژگان، الفاظ و گزاره ها یک امر نامستور خودش از پس گزاره ها پدیدار و آشکار بکنه. تعبیر دلاگاهی، زنداگاهی یا تفکر حضوری در فردیت دقیقا همون شیوه های تعبیر باطنی در سنت های شرقی به طور عام و در سنت حکمی و عرفانی خودمون به طور خاص وجود داره. در این نوع تعبیر فقط نمیخوان وراجی بکنن، فقط نمیخوان با الفاظ بازی کنن، در و معتقد بودن این قصه بسیار، این قصه بسیار تمثیلی و معلوم هم نیست به لحاظ تاریخی، تاریخ کرونولوژیکال معلوم نیست واقعیت به شوشه. میگن ابو سعید ابوالخیر و ابن سینا یک جای جمع شدن، بعد اومدن گفتن خب چه دیدی؟ ابن سینا گفت آنچه که من میدیدم، آنچه که من میدانستم اون میدید. به ابو سعید ابوالخیر تو چی دیدی این جلسه رو نشست رو؟ میگه آنچه که من میدیدم اون میدانست. ها این تمایز دانستن و تمایز به اصطلاح یک نوع آگاهی دیگه که در واقع وجود فرد، گاهی وقتا شما خیک علمی، این تعبیر خیک علم یا تعبیری که در قرآن وجود داره، که مثلا الهمال یحملون اسفارا، ها، یا در سنت تاریخی ما میگن مثلا غزالی راهزن ها میان کتبشو میگیرن، میگه آی علم منو بردی، بعد میگه آقا چجور علمی که ازت میتونن ببرن، ها. این در واقع این حکمت ها، این نگاه شرقی است دیگه، یک نوع دانش دیگری، یک نوع معرفت دیگری وجود داره که با اگزیستنس شما، با وجود شما در واقع پیوند میخوره. یه امر ناز و دودنی است، سرشت شما و سرنوشت شما و تقدیر شما رو در واقع دگرگون میکنه. مثل جزوه درسی نیست که الان میخونی امتحان میدی و بعد از جلسه امتحان همیشه از ذهنت میره. در این سنت، در سنت شرقی، در واقع این سنت، تعبیر در این سنت خواهان یک نوع انکشاف باطنه یا پرده برداری از حقیقتی پنهانه. به تعبیر دیگه در اندیشه فردی به تبعیت از هایدگر و کربن و به تبعیت از سنت عرفانی خود ما، تفکر در سطح تفکر مفهومی و تحلیلی منحصر نمیشه و نحوه دیگری از تفکر وجود داره که با ساحات و مراتب وجودی بنیانی تری در ارتباطه. نحوه تفکری که صرفاً در کنار هم قرار دادن مفاهیم و گزاره ها و بررسی نسبت بین مفاهیم و گزاره ها محدود نمیشه، بلکه این نحوه تفکر با نحوه بودن، با شیوه زیستن فرد همبستگی تام و تمام داره. این نحوه تفکر رو شما در تفسیر کتب مقدس بر اساس شیوه تعبیلی، یعنی اون که عرفا میفهمیدن، نه اون که فقها و متکلمین و اونها، باز معرفتشون معرفت حصولیه. یعنی کتب مقدس برای شیوه های تعبیری عبارت هستند حضوری که این کتب به شما میبخشن، اما برای فقها میشه مجموعی از آداب حقوقی یا آداب عبادی، برای متکلمین میشه منبعی برای جدال های نظری، برای فلاسفه میشه متنی برای استخراج احکام فلسفی. و در واقع این نوع تفکر در واقع از نظر فردی در واقع خود دین متافیزیکالایز میشه، یعنی وقتی شما فقط از دین مجموعی از گزاره ها میفهمید، خود کلام، خود فقه حتی، اینها در واقع متافیزیک زده هستند، یعنی تحت سیطره تفکر مفهومی قرار دارن و حقیقت رو از دست میدن. حالا همینجا باز حیف هم میاد بگم همین موانع رو شما ببینید، یکی میخواد دنبال بکنه چطور فردی فقه ما رو نقد میزنه، میگه این فقه فقط در گزاره ها مونده، یعنی تو روایات دنبال یک گزاره است که بخواد مثلا یک مثل حقوقی رو در بیاره، اما اون فقه به مفهوم اصیلش که عبارت از یک نسبت با حقیقت، در واقع این از بین رفته. با همین نگاه هم مثلا فردی فقه ما رو، کلام ما رو، شیوه های تفسیری ما رو در واقع نقد میزنه. عنصر دیگر تفکر فردی تفکر تاریخیه، منتها تفکر تاریخی بر اساس نگرش علم الاسمایی. بذارید من تک تک این دو جزء رو توضیح بدم تا کاملا تو ذهنتون بشینه. خب تفکر تاریخی میدونید که
در واقع شاید هگل رو باید بنیانگذار اصلی تفکر تاریخی دونست. تفکر تاریخی در برابر اسنشیالیسم ارسطویی قرار داره، یعنی ذاتگرایی ارسطویی قرار داره. بر اساس اسنشیالیسم ارسطویی یا اسنشیالیسم به تعبیر فارسیش، اسنشیالیسم که از اسنس میاد به مفهوم ذات، اسنشیال یعنی ذاتی و اسنشیالیسم یعنی ذاتگرایی، تمام پدیده‌ها یک ذات دارن، هر پدیده یک ذات داره و ذاتی عمود تغییر ناپذیره، ثابته و هدف حکمت اینه که در واقع به ذاتی اشیا برسه. انسان چه از طریق جنس و فصل، جنس قریب و فصل قریب، شما میرسید به حد تامش، انسان میشه حیوان ناطق. بر اساس اسنشیالیسم ارسطویی، ذاتگرایی ارسطویی، در واقع پدیدارها، امور مثل جامعه، انسان، فرهنگ، تمدن، حقیقت، علم، هر مفهومی در نظر، درخت، آب، هر چیزی در نظر بگیرید، یک ذاتی داره و این ذات ثابت و لایتغیر. اما مطابق تفکر تاریخی، پدیدارها به هیچ وجه ذاتی ثابت و لایتغیر ندارن. اولا انسان موجودی تاریخی، با دکارت، با هگل دیگه اون سوبژه دکارتی فرو میزه، سوبژه تاریخیه. وقتی انسان موجودی تاریخی، فهمش هم تاریخیه، کنشش هم تاریخیه، تلقیهاش هم تاریخیه و هر آنچه که با انسان نسبت داره تاریخیه و جهان نیز به تبع انسان امری تاریخیه. آب چیه؟ درخت چیه؟ کوه چیه؟ صحرا چیه؟ این با تحول انسان تحول پیدا میکنه. کوهی که گذشتگان میفهمیدن، کوهی که یونانیان به منزله کوه المپ، کوه المپ میفهمیدن به منزله جایگاه خدایان، غیر از کوهی که امروز بشر به عنوان منبعی برای استخراج سنگ و نمیدونم برای سنگ‌های ساختمانی و منابع زیرزمینی و نمیدونم معدن، به عنوان معدن تلقی میکنه. وقتی گذشتگان کوه میدیدن، احساس هیبت و خوف و خشیت میکردن که گویی اینجا جایگاه خدایانه. اما وقتی انسان امروز کوه میبینه، میگه اخ جون، عجب میشه اینجا دینامیت گذاشت، مثلا از دلش سنگ استخراج کرد و سنگ‌های ساختمانی و فروغ، یا از دلش میشه نمیدونم آهک و معدن و نمیدونم طلا و نقره استخراج کرد. این کوه غیر از اون کوهه، چون این انسان غیر از اون انسان گذشته است. همینجور پدیدارهای دیگه طبیعت یه واقعی مام انسان بود، مادر طبیعت، و انسان موجود بود که در دامن طبیعت زندگی میکرد. اما طبیعت امروز برای ما به عنوان منبعی برای استخراج ثروته، منبعی برای بهره‌وری، برای استفاده، یعنی به راحتی به مادر خود انسان، انگار گویی انسان به مادر خودش به سهولت تجاوز میکنه برای بهره‌برداری. این نسبت انسان با مادر، با مادر طبیعت در گذشته وجود داشت، امروز یک چنین احساسی بین انسان و طبیعت وجود نداره. بر اساس نگرش تاریخی با هگل شروع میشه و هایدگر بیشک به این واسه تفکرش، از بعد از هگل تفکر تاریخی است. سپاس همین جوانی در دل دیگه در دوران ما تفکر نمیتونه تفکر تاریخی باشه. و من تعجب میکنم از اون دست از روشنفکران ما که هنوز چارچنگولی چسبیدن به عقلانیت دکارتی کانتی و به کمک فلسفه تحلیلی و اندیشه های پوزیتیویستی و نیو پوزیتیویستی در واقع میکوشن به حل و تبیین و فهم مسائل جهان کنونی بپردازن. و به دلیل همین فقدان نگاه تاریخی در واقع درک بسیار از مسائل جهان کنونی در واقع غافلن، و اینا هنوز با عقلانیت قرن 18 و 17 در واقع با یک نوع تأخر تاریخی، به دلیل همین غیر تاریخی بودنشون میخوان مسائل ما رو فهم کنن، و به دلیل همین وصف غیر تاریخی تفکر اونها که در واقع وصف مشترک هم اهل سنت‌گرایان ما و اهل تئولوژی ما با این دست از روشنفکران که هر دو در این که نگاهشون غیر تاریخی مشترکن، علارغم اینکه حالا تعارضات زیادی هم بینشون تو حوزه‌های سیاسی و ایدئولوژیک و اجتماعی وجود داره. به هر حال
بر اساس نگاه تاریخی پدیدارهای انسانی، جامعه، فرهنگ، تمدن و حتی پدیدارهای طبیعی به تبع انسان و حتی علم، هنر، معرفت، حتی حقیقت ذوات ماهیات ازلی ابدی لایتغیر و ثابت ندارن، بلکه همه اینها در یک جریان، در یک سیلان و جریان تاریخی، در یک نوع سیلورت. اما قبلا توضیح داده بودم که هایدگر علارغم اینکه انسان رو موجودی تاریخی میدونه و به تبع همین امر وقتی انسان به ذات، هایدگر صراحتا اشاره میکنه که انسان به ذات موجود تاریخی، نه اینکه یک تاریخی هست که من درون این تاریخ زندگی میکنم، نحوه بودن من تاریخیه، زمانمندی و تاریخ توصیفگر نحوه هستی منه. اما با این وصف هایدگر بر روی حیف تاریخی تکیه میکنه، اما تکیه و توجه به حیف تاریخی به معنای تاریخگری نیست، یعنی هیستوریسیتی رو با هیستوریسیزم یکی نگیرید. هیستوریسیزم حیف تاریخی یعنی که نحوه هستی انسان با این سنگ متفاوته. من تاریخ دارم، این شی تاریخ نداره، و اگر این شی تاریخ داره به تبع منه. یعنی من تاریخ جنگل ها صحبت میکنم، از تاریخ کهکشان ها، از تاریخ مثلا تحولات زمین شناسی صحبت میکنم، تاریخی است که من دارم به واسطه نحوه هستی خودم به پدیدارها میبخشم. تاریخ یک مقوله اگزیستانسیاله، یک مقوله وجودی است، یعنی فقط برای اگزیستانس، و من نمیتونم به، یعنی من اشیا رو با مقولات میشناسم، یعنی اوصافی که مال اشیا، اما نحوه هستی من رو با مقوله نمیشناسم بشناسم، بلکه با امور اگزیستانسیل، با امور اگزیستانشال باید بشناسم. این درد بزرگی بود که کیرکگور بیان کرد، متفکران اگزیستانسیلیست بیان کردن، و هایدگر هم در واقع از این نظر تحت تاثیر کیرکگور هستش. اما به هر حال وقتی شما بر روی تاریخیت نحوه هستی انسان تکیه میکنید، به هیچ وجه به معنای نیست که دارید دعوت به هیستوریسیس یا قول به اصالت تاریخ میکنید که در دوران مدرن شکل گرفته، به این معنا که همه کنش ها، فعالیت ها، فهم ها و تفسیر های انسان محدود به چارچوب های تاریخیه و من محدود دوره تاریخی خودم هستم و امکان فراروی وجود نداره و من نمیتوانم با دوره های تاریخی دیگر هم زبان شوم، یعنی نفی ترانسندنس، نفی فراروی تاریخی. هر انسانی تاریخی است، یعنی فهم ما، کنش ما، رفتارهای ما محدود به شرایط تاریخی است، اما این محدودیت یک بخش از نحوه هستی ما، اما ترانسندنس یا استعلا و فراروی یعنی آزادی نیست. در واقع من هم محدودم، آزادی مطلق نیست، و هم در عین محدودیت هم آزادی هم دارم، یعنی امکان فراروی محدودیت هم دارم. من هم موجود تاریخی هستم و هم، یعنی در واقع سکتیفیتی یعنی پرتاب شدگی به و هیستوریسیتی محدودیت های تاریخی، در این حال در کنارش به اصطلاح ترانسندنس و فراروی هم وجود داره. لذا تکیه بر هیستوریسیتی ضرورتاً به معنای دعوت به رلاتیویسم تاریخی، نسبیت اندیشی یا پرفکتیویسم نیچه‌ای نیست که حقیقت ثابتی وجود نداره، هیچ امر ثابتی وجود نداره. نکته دیگر این که تاریخ چیه بچه‌ها؟ ما تاریخ رو چگونه می‌فهمیم؟ خب راجع به تاریخ بحث‌های بسیار زیادی وجود داره، من حالا اینجا نمی‌خوام وارد اون بحث باشم، اما دو نگاه کلی شما نسبت به تاریخ میتونید داشته باشید. تاریخ رو میتوانید متافیزیکی بفهمید، تاریخ رو میتوانید غیر متافیزیکی بفهمید. منظورم اینه که تاریخ رو میتوانید اومانیستی بفهمید و تاریخ رو میتوانید غیر اومانیستی بفهمید. منظورم اینه که تاریخ رو میتوانید سکولار بفهمید و تاریخ رو میتوانید غیر سکولار بفهمید. تعابیر متافیزیک، اومانیست و سکولاریست اینجا در واقع مسابقه همان و در واقع در یک این همانی دارن اندیشیده میشن. یعنی چی این حرفا؟ یا ما میتونیم اینطوری بفهمیم، تاریخ عبارت است در مجموعه فعالیت های انسانی، مجموعی از کنش ها و رفتار ما آدمیان تاریخ رو میسازد.
تاریخ عبارت از مجموعه فعالیت ما انسان ها. ما انسان ها تعیین کننده تاریخی، اراده ما، فهم ما و شعور ما تعیین کننده مسیر تاریخ. یک نگاه دیگر این است که تاریخ حاصل مجموعه خواستها، امیال و اراده های بشری نیست. می توانید تاریخ رو به یک حقیقت استعلاعی نسبت بدید که گویید تاریخ تحقق اراده ای است. باز داخل فرانسه ضرورتاً چنین نیست که وقتی شما میخواید غیر متافیزیکی بفهمید به این معنا که انسان هیچ نقشی نداره، فهم انسانی هیچ نقشی نداره. اما میخوایم بگیم که اینجا اراده های ما، امیال ما، سلائق ما تعیین کننده همه چیز بود. یکی دو سال پیش در یک برنامه رادیویی من شرکت کردم راجع به مدیریت فرهنگی. ما میخواهیم فرهنگ رو مدیریت کنیم، ما میخواهیم فرهنگ سازی کنیم. بنده برگشتم گفتم شما چه کار هستی؟ تو کی هستی که میخوای تاریخ رو بسازی؟ تو کی هستی که میخوای فرهنگ رو مدیریت کنی؟ یعنی اصلا صحبت نیست که فرهنگ مستقل از ما در یک عالم حورقلیایی وجود داره. حرف اینه که ما تعیین کننده مسیر تفکر، ما تعیین کننده روند تفکر نیستیم. ما نمیتونیم تعیین کننده مسیر تفکر و مسیر فرهنگ و مسیر تاریخ باشیم. این قابل فهم هست؟ بله؟ نه. از دل این حالا ممکنه یه عده دترمینیستیک کاملا دترمینیستیک ببینن، ممکنه یه عده کاملا دترمینیستیک ببینن. در اندیشه هایدگر چنین نیست، در اندیشه هایدگر چنین نیست. تو سنت دینی خود ما هم، تو سنت دینی خود ما، در کتب مقدس هم نگاه کنید، هدایت به حقیقت دیگری نسبت داده میشه. انا هدینا سبیل اما شاکرا و مکفورا. همه چیز صاحب شیوه دیگری است، اما چنین نیست که دست به دست هم گذاشتن و نشستن. اتفاقا کسانی که در این سنت هستن فعالترین افراد هستن، اما او خودش رو صاحب نمیبینه. من آدمی به فعالیت محمد ابن مصطفی نمیشناسم در طول تاریخ، آدمی به اکتیویستی علی ابن ابی طالب نمیشناسم. این همه انرژی درونی، این که جبرگرایی نیست، اما او خودش رو در واقع او خودش رو صاحب نمیبینه، صاحب فعل خودش نمیبینه، صاحب کنش خودش نمیبینه، تعیین کننده نمیبینه. این نگاه رو مقایسه کنید با این حرف استالین، وای به حال واقعیت هایی که از ایده های ما پیروی نکنه. میخواد ایده خودش رو متحقق کنه، او خودش رو بنیاد میبینه. بس نگاه تاریخی قابل فهمه، یعنی شما میتوانید نگرش تاریخی داشته باشید و از اسنسیالیسم ارسطویی فاصله بگیرید و میتوانید اصیل اسنسیالیسم ارسطویی باشید. دو تا نگاه. البته شما میتونید نگاهش تاریخی، مارکس نگاهش تاریخیه، هگل نگاهش تاریخیه، و لزوماً نگاه تاریخی مستلزم این نیست که شما مبانی اونتولوژیک هایدگر رو بپذیرید. میتونید نگاه تاریخی هایدگر رو بپذیرید، همونجور که نگاه تاریخی مارکس رو میپذیرید، همونجور که نگاه تاریخی مثلا هگل رو میپذیرید. پذیرش نگاه تاریخی یک امره، اما در پاری از اندیشه ها در واقع فهم غیر اومانیستی، فهم غیر اومانیستی از تاریخ وجود داره. من به سوال شما برمیگردم، این بحثم رو تمام کنم. اگر که مقاله خودش در زمان پرسش از تکنولوژی که به زبان فارسی هم دو تا ترجمه ازش هست، سوال اینه تحولات تاریخی از کجا نشأت میگیرن؟ چطور میشه یک دوره تاریخی به پایان میرسه و دوره تاریخی دیگری آغاز میشه؟ این ادوار و اکوار تاریخی چگونه است؟ چگونه این دورهای تاریخی صورت میگیره؟ مارکس میگه ابزار تولید دگرگون میشه، ابزار تولید دگرگون میشه، مناسبات اقتصادی و مناسبات تولید دگرگون میشه. مثال میخوام بگم، هگل باشه میگه نظام های اندیشگی دگرگون میشه. خب اما ما میتونیم سوال کنیم خود تحولات ابزار تولید از کجا حاصل میشه؟ یعنی چه اتفاقی میفته که نظام های اندیشگی دگرگون میشه؟ مثلا البته این سوال تا نداره، همینجور میشه ادامه داد.
اما اگر از هایدگر پرسید که چرا ادوار تاریخ دگرگون میشه، اصلا تقسیم بندی های تاریخ چرا صورت میگیره، شما میتونید یه تفسیر اکونومیستی از تاریخ رای بدید، میتونید یه تفسیر استرکتورالیستی یا ایدالیستی به مفهوم هگلی کلمه ارائه بدید، یعنی اندیشه ها دگرگون میشه، فلسفه میره، فلسفه میاد، فرهنگی میره، فرهنگی میاد، زندگی ها دگرگون میشه. مارکس برای مناسبات دستور داشت. الگوهای دیگری هم میتونیم بدیم. هایگر حرفش اینه که اونتولوژی ها دگرگون میشه. اصلا میگیم یونان قرون وسطا دوره جدید. اصلا تقسیم بندی بر اساس چیه؟ بر اساس اینه که اونتولوژی ها دگرگون شده. یعنی فهم انسان ها از وجود دگرگون شده. تحولات تاریخی حاصل وجود شناسی های گوناگونه. پارادایم های تاریخی چرا عوض میشه؟ برای اینکه اونتولوژی ها دگرگون میشه. اساسا مفهوم پارادایم هایدگر از میخوام توماس کون مال هایدگر حتی واژه پارادایم توماس کون به کار برده. هایدگر عالمیت تاریخی صحبت میکنه. عالمیت های تاریخی چرا دگرگون میشن؟ چون فهم انسان ها از وجود دگرگون میشه. فهم انسان از وجود چرا دگرگون میشه؟ میتونی بگی متفکر نشسته کنج عزلت فکر کرده، فهمش رو دگرگون کرده، این فهمی که وجود تغییر پیدا میکنه، نظام های اپیستمولوژیک دگرگون میشه، نظام های معرفت شناختی، نظام های انسان شناختی، نظام های حقوقی، نظام های سیاسی، دوره تاریخی دگرگون میشه. یه تفسیر انسان محورانه. هایدگر میگه نه، هایدگر تفسیر دکارتی از انسان نمیپذیره، تفسیر متافیزیکی رو، یعنی تفسیر که انسان رو به منزله بنیاد بکنیم رو نمیپذیره. هایدگر میگه خود وجود، تجلیات وجود دگرگون میشه. یعنی ما نمیتونیم تعیین بکنیم چه اتفاقی میفته که دورانهای تاریخ دگرگون میشه. اگه میتونستیم الان دوران تاریخی خودمون دگرگون میکردیم. این در اختیار بشر نیست. هایدگر معتقده در طول تاریخ قرن سه گونه وجود شناسی بود، سه گونه عالمیت تاریخی وجود داره، سه دوره تاریخی بزرگ وجود داره. یکی دوران یونانه. در یونان وجود به منزله پوئسیس فهمیده میشه، یعنی فرا آورده. وجود یعنی آن چیزی که به ظهور میرسه. وجود یعنی ظهور. اما با ترکیب تلفیق تفکر یونانی با سنت عبری، تفکر مسیحی، خدا جانشین وجود میشه. در قرون وسطا وجود به منزله خدا فهمیده میشه. تمام دوره تاریخی قرون وسطا حول این نحوه اونتولوژیه. در دوره جدید وجود میشه آبجکت، وجود میشه متعلق شناسایی و انسان میشه سوژه. یک تحلیله، میتونی موافق باشی میتونی موافق نباشی، به حال نگاه تاریخی، یه واقعیت تاریخی نه، که به حال این واقعیت تاریخی رو نمیتونیم انکار بکنیم. سیرورت در تاریخ اجتناب ناپذیر، ما تحولات تاریخی رو میبینیم. حالا تلاش هایدگر، هایدگر معتقده که هاردکور هسته مرکزی این تحولات وجود شناسیه. وجود شناسی ها دگرگون میشود، حول این وجود شناسی ها کل نظام اندیشگی، نظام فرهنگی، انسان شناسی، حقوق، سیاست دگرگون میشه. هایدگر از متفکران پیش از خودش تفکر تاریخی رو میپذیره. تفکر تاریخی الان برای شما قابل فهمه. در برابر اسنشیالیسم هستید. نکته دوم، شما میتوانید تحولات تاریخی رو انسان محورانه تفسیر کنید، میتوانید غیر انسان محورانه تفسیر کنید. میتونید بگید این خواست و میل و اراده ما انسان هاست که تعیین کننده همه چیز است، و می توانید بگویید که در واقع خواست و میل و اراده ما انسان ها دخالت داره اما بنیاد نیست، تعیین کننده نیست. البته امکانات دیگری هم می تونید شما تو ذهنتون تصور کنید. من بحثم رو به حرمت سوال دوستان قطع بکنم. سوال داشتید شما؟
ببینید من گفتم دو تا نگاه دیگه، دو تا نحوه نگاه. ببینید ببینید به هیچ وجه در تاریخ وجود انسان رو ما نمیتونیم انکار بکنیم، به هیچ وجه وجود انسان رو نمیتونیم انکار بکنیم. یک پدیده واحده. ببینید این شی رو من رها میکنم میفته، میتونم تحت دو تا تفسیر قرار بدم، میتونم بگم که تحت تاثیر نیروی جاذبه افتاد، میتونم بگم تحت تاثیر یک جن افتاد، میتونم بگم تحت تاثیر یک قول افتاد، میتونم بگم تحت تاثیر اراده الهی افتاد، و میتونم بگم که بین نیروی جاذبه و اراده الهی در واقع تناقضی هم وجود نداره، یعنی میتونم نظام‌های ترکیبی دیگری هم شکل بدم. من اینجا نشستم و دارم صحبت میکنم. میتونم بگم که این من هستم که اراده کردم اینجا به شما دست بدم، این منم که دارم سخن میگویم. یه تفسیر دیگه اینه که بگم که توفیقی بود که اینجا من در خدمت شما باشم، میتونست این توفیق نباشه به من در خدمت شما نشه. دو نظام تفسیری از یک واقعیت واحده. آره، اما ببینید خب این زبان ها حکایت از دو گونه نگرش و دو تا عالم مختلفه. دقیقا. ببینید ما که نمیخوایم اصلا انسان رو اینجا نادیده بگیریم، به هیچ وجه نمیخوایم، اما نگاه کنید وقتی من میگم که اگر توفیقی باشه این رو برای شما میگم، در واقع التفات به این دارم که من عنوان یک بشر بسیار محدودم، نمیخوام خودم رو ذلیل بکنم، نمیخوام خودم رو حقیر بکنم، نمیخوام ارزش‌های خودم رو انکار بکنم به عنوان یک انسان. نه، وقتی میگم اگر توفیقی باشه من این مطلب رو برای شما عرض خواهم کرد، معنیش اینه که میدونم من محدودم، میدونم عوامل لم یحدثه به وجود داره که امکان این اراده من ممکنه با شکست مواجه بکنه، یه زلزله بیاد، یهو الان آب دهنم بپره تو گلوم و نفس من دیگه بالا نیاد به دلیل محدودیتایی که در من. توجه به این محدودیت یک نوع خلق و خو در من ایجاد میکنه، یک نوع خلق و خو در مناسبات من با دیگری ایجاد میکنه، در مناسبات من با خانواده‌ام ایجاد میکنه، در مناسبات من با دیگری در سطح اجتماعی ایجاد میکنه. و انسانی که خود بنیاده یک نحوه دیگری سلوک داره، یک نگاه دیگری داره، یک مناسبات فردی اخلاقی و اجتماعی دیگری داره. اینها دو تا نظام گوناگون، دو تا عالم مختلفن، فقط صرف یک بازی زبانی نیست. متوجه هستید؟ و ما داریم این دو تا عالمیت ها رو، عالمیت به مفهوم اگزیستانسیل، داریم چیکار میکنیم؟ در کنار هم میگذاریم. خب شما سوال داشتید؟ به هیچ وجه. در واقع صحبت سر همینه دیگه، صحبت سر اینه که آیا فرهنگ امری مدیریت پذیر هست یا نه. یعنی وقتی ما واژه فرهنگ رو به کار میبریم، مفاهیم متعددی تو ذهنمون میاد و اینها خلط میشه، و این همین اشتباهی است که سیاستمداران ما هم میکنن، یا سیاست نامداران ما در واقع بهتر بگیم. ببینید یه موقع شما میگین که آقا هر کس کمربند نبنده به هنگام رانندگی، کمربند را نفسش نبنده، صندلیشو نبنده، جریمه میشه. پس سفت و سخت بگیریم، به طور طبیعی یک مدتی این عادت بشه، اسمش رو میذاریم فرهنگ سازی. ما یک فرهنگ عمومی داریم، یه سری هنجارها داریم، این هنجارها در دل یک فرهنگ عمومی هست، این فرهنگ عمومی در دل یک سنت تاریخی شکل گرفته. ببینید من میتونم تو ادارات خودم، میتونم تو ادارات خودم قانون بگذارم که خانم ها که میان باید با این شیوه خاص پوشش بیان،
هنجار سازی میکنم، میتونم قانون بگذارم اگر یه دختری یا پسری تو ادارات مثلا یه شوخی با هم بکنن یا بگن و بخندن یا مثلا به نحو جوری که من نامناسب میدونم رفتار کنن اونها رو اخراج کنم. لذا به دلیل این اقتدار بوروکراتیک در واقع خیلی ها به این هنجارها تن میدن. اما تقوا، افراد، باورمندی و ارزش‌ها اینا چیزی نیست که دست من باشه. الان تو جامعه ما چه خبره؟ یک سطح رسمی داریم که به خیال خودش داره فرهنگ رو مدیریت میکنه، یک لایه حقیقی زندگی اجتماعی که اصلا ما این سطح رسمی کاری نداره. ما تلویزیون خانواده رو جوری تعریف میکنیم، تو زندگی واقعیمون جوری دیگه خانواده داره میپاچه و شکل میگیره. روابط دختر پسر رو در سطح فرهنگی یه جور تعریف میکنیم، در سطح واقعی یه جور دیگه تعریف میکنیم. من میخوام بگم شما خودت هم نمیتونی مدیریت بکنی، حتی 3 دقیقه دیگه هم خبر نداری. ببینید اصلا همین که ببینید اصلا چرا شما اینجا نشستید، چرا من اینجا نشستم، خود این نشونگر اینه که ما معتقدیم که تلاش هامون میتونه نقش داشته باشه. درسته؟ تلاش هامون میتونه نقش داشته باشه. اما اینکه من مطمئن باشم آنچه که من میگویم، ببینید گاهی وقتا شما یه کتابی می‌نویسید، فکر میکنید که این باید خیلی اثر بگذاره، هیچ اثری نمیگذاره. گاهی وقتا یه حرکتی میکنید که هیچ فکر نمیکردی اثر بگذاره، اما ببینید چقدر اثر میگذاره. متوجهی؟ مثلا فکر نمیکنم جلال احمد فکر میکرد که مثلا کتاب غرب زدگیش چقدر از تاریخ ایران اثر میذاره. یعنی میخوام نتایج و لوازم خیلی از حرکت های انسانی در حوزه فرهنگ در اختیار ما. شما در همون حوزه روانشناسی هم آیا میتونید اراده کنید هر بیمار روانی رو خوب بکنید؟ درسته؟ ببینید ما اینجا دو نوع انسان شناسی داریم،
یک انسان شناسی، انسان شناسی است که شما دارید ازش الان دفاع میکنید، یعنی به این معنا که ما میتوانیم با کنترل مجموعه عواملی بتونیم رفتارهای انسانی رو پیش بینی کنیم. یک انسان شناسی دیگه هست که در واقع این نوع انسان شناسی رو نمیپذیره، یعنی معتقده که درون این نگاه نوعی ردیوس صورت میگیره، نوعی ریدکشن صورت میگیره، یعنی نحوه هستی انسان رو، نحوه هستی انسان رو ردیوس میکنه، تقلیل میده به علل و عواملی که قابل کنترل هستن. علل اصول دیگه، حالا به نفع این پرکتیکال الان نمیتونیم. این نوع انسان شناسی میگه در واقع اون چیزی که شما دارید اینطوری کنترل پذیرش میکنید، پروژه بلش میکنید، پیش بینی پذیرش میکنید، اساسا بود انسانی انسان نیست. بود انسانی انسان نیست. مثلا ممکنه با تزریق ادرنالین پاره ای از به اصطلاح رفتارها از من سر بزنه، ممکنه در یک شرایطی، اما اگزیستانس، یعنی در واقع اون روانشناسی اگزیستانس خیلی سم حتما بخش از کار شما هست دیگه، اگزیستانس یعنی همون امر به اصطلاح پیش بینی ناپذیر، اگزیستانس همون امر خودانگیخته است که خودش از جانب خودش در واقع امکانی رو برمیگزینه، هیچ کس نمیتونه پیش بینی کنه. به تعبیر دیگه ما دو تا نظام انسان شناسی داریم، انسان شناسی که در واقع فرق ماهوی بین انسان و ناانسان نمیبینه، و انسان شناسی که معتقد است که بین انسان با سایر موجودات علارغم مشترکاتشون، ببینید در این که وجود من نحوی هستی من انسانی وجوه عینیت پذیر داره تردید نیست، منم از بال پشتمون بیفتم پرت میشم پایین، سنگم رها بشه پرت میشه، یعنی هر دوی ما از این که در اینکه تحت تاثیر نیروی جاذبه هستیم به اصطلاح هیچ فرقی وجود نداره، اگر آتیش بندازم تو این اتاق وجود منم میسوزه، وجود این چوبم میسوزه، به این اعتبار تفاوتی وجود نداره. اما انسانیت من این 70 کیلو گوشت نیست، چیزی در من وجود داره، البته از نظر این نوع انسان شناسی به اصطلاح در واقع، حالا بخوام خیلی کلیش کنم بیان که بخوام رجعت خونی تئولوژیک بکنم، یک نگاه ماتریالیستی که به انسان، نمیگم حتما ضرورتا ماتریالیست هستی، اون نوع نگاه ماتریالیستیکه، همون نگاهی که در علم وجود داره، و اساسا که دلایل طغیان علیه علم جدید به خاطر همون اتخاذ مبانی ماتریالیستیکشه، یعنی این جهان هم سطحه، در جهان همه این جهان یک نواخته، سطوح وجود نداره. اما در نوع نظام های اونتولوژیک ما قبل مدرن، در نوع نظام های اونتولوژیک غیر متافیزیکی این جهان هم سطح نیست، شما سطوح گوناگون هستی شناختی دارید که هر سطح به سطوح پایین تر خودش قابل ردیوز و تعویل نیست. مثلا میگیم عالم غیب و عالم شهادت، حالا اینا مفاهیم استعاره‌ای به کار ببریم، من بحث تئولوژیک نمی کنم، اما در اون نگاه به هر حال سطوح مختلف هستی شناختی هست و انسان هم. وقتی میگم انسان یعنی پوست و گوش، نه به زبان اسطوره، یعنی راجع به روح انسان صحبت میکنم، به زبان فلسفی دارم راجع به اگزیستانس صحبت میکنم، به زبان هایدگر راجع به دازاین صحبت میکنم، به زبان هایدگر به زبان کانت دارم راجع به قوه خیال اصطلاحی صحبت میکنم. در وجود انسان، یعنی وجود انسان یک نحوه هستی خاصی است که به هیچ وجه ریدیوسیبل به اصطلاح قابل تقلیل به مجموع عوامل فیزیکی، شیمیایی، عصبی نیستش، گرچه با اینها نسبت داره، یعنی در برابر مکانیزم های واحد احتمال اکسان عمل های مختلف هست. مثال فرض کنید گرسنگی سبب خشم میشه، یک به اصطلاح امر تجربی است که در حوزه کار شما، اما در برابر گرسنگی افراد قابلیت های مختلف دارن، بعضی ها روزه میگیرن بعضی روزه نمیگیرن، در زندان یه ده افراد میندازن، در مسافرت ها آدم ها رو میگن میخوان بشناسه که در زندان، بشناسه که در مسافرت، با تغییر شرایط بعضی ها به سهولت از کوره در میرن، به سهولت در میرن، برخی در برابر بزرگترین ناملایمات همچنین کوی استوارن. ببینید این در واقع چیزی که شما میگید در تفکر امروز، در تفکر پست مدرن تحت عنوان
مرد یه سوبژه ازش تعریف میکنن، یعنی دیگه سوبژه‌ای وجود نداره. دکارت فکر میکنه میگه من، منی وجود نداره، یا ضمیر ناخودآگاه منه، من مثل این کوههای یخی هستم که بخشم بیرونه قسمت خودآگاه اما بخش عمدم ضمیر ناخودآگاه زیر زمینه. یعنی این من، من نیست، من میزنم. و زمانی تا چی؟ زمانی تا زما رمانی تا ولیکن الله زما، الان چی که تو میزنی اما این تو نیستی، ضمیر ناخودآگاه توه دیگه، الله هم نه، متوجه هستی؟ خب این که اگزیستانس بنیاد آگاهیه، آگاهی خودش نیست، یعنی خود آگاهی از اگزیستانس نشد. در حال ببینید دو نوع انسانشناسی وجود داره، واقعا میشه هلشه، یعنی با ترم تئوریکه دیگه ناخودآگاهی. ببینید در حال دو نوع انسان شناسی ما میتونیم داشته باشیم، یک انسان شناسی ریداکشنیستی، فقط هم روان شناسی نیست، به این معنی که ما انسان رو میتوانیم ردیوز کنیم به مجموعه عواملی از عوامل روان شناسی، عوامل جامعه شناسی و عوامل تاریخی، یعنی این چارچوب های تاریخی است که تعیین کننده هویت منه. من تو کلاس هم همیشه مثال میزنم، گفتم شما از دختر خانم ها کدومتون حاضری زن یه مردی بشید که چهار تا زن دیگه داره؟ گفتم تصور نکنید که شمایی، در واقع این دوره تاریخی شماست، این دوره تاریخی شماست. این نگاه، نگاهی مثلا هیستوریسیستیه، یعنی فرد کاملا اصیل چارچوبای تاریخی. نگاه جامعه شناختی مثل مارکس، حالا به زبان خیلی سادهش به من بگو کجا میخوره تا من بگم که چه شکلی فکر میکنه، یعنی مناسبات اجتماعی تعیین کننده نحوه تفکره. پسکانالیست فروید هم در واقع میتونه یک نوع نگاه به اصطلاح پسکانالیستی باشه. ببینید در واقع ما باید سه تا حوزه رو از هم تعیین به اصطلاح تمیز بدیم، سه تا حوزه، یکی حوزه تاریخ و یکی یعنی هیستوری داریم و یکی هیستوریسیست داریم. تاریخ یعنی علمی که به مطالعه مثلا زندگی گذشتگان و مثلا هیستوریسیست یعنی که این شرایط تاریخی است که نحوه بودن من رو یعنی فکر، کنش و رفتار من تعیین می‌کنه. یک سایکولوژی داریم و یک سایکولوژیزم داریم. سایکولوژی یعنی همون، یعنی مطالعه علم تجربیه، یعنی پاره‌ای از پدیدارهای تجربی رو با پاره‌ای از پدیدارهای تجربی بتونیم مطالعه کنیم. آقا مثلا پادگان سربازا رو می‌ریزیم گرسنه میشن، عصبی میشن، کم میخوابن، حافظه کار نمیکنه، اینها رو ما خودمون هم می‌بینیم. اما فرق از بین سایکولوژی و سایکولوژیزم
سایکولوژیست اونجایی است که شما باز معتقد باشید، معتقد باشید که انسان کنشهاش، فهمش و اندیشه‌هاش قابل ردیوس به عوامل روانشناختی. بعضا خود عوامل روانشناختی هم قابل ردیوس به عوامل بیولوژیکه. این در واقع به یک نوع فیزیکالیسم میرسیم، یک نوع ماتریالیسم میرسیم. و باز فرق بین سوسیولوژی و سوسیولوژیزم، این هم فرق است. لو اشراف میگه که سه تا جریان هست که وجود انسانی رو در دوران ما به خطر انداخته. سه تا جریانی که روح واحد دارن و تو سه حوزه مختلف: سایکولوژیزم، سوسیولوژیزم و هیستوریسیزم. این به این معنی نیست که تاریخ نخونیم، روانشناسی کار نخونیم، جامعه‌شناسی نخونیم. اینها چه کار می‌کنن؟ ببین، درست مثل بحث جبر اختیاره. درست مثل بحث جبر اختیاره. من دستم رو بلند می‌کنم. چه اتفاقی افتاد؟ عواملی باعث شد که من دستم رو بلند بکنم، یا چیزی وجود داره که سبب بلند شدن دست میشه؟ من یه مثالی بزنم. من زندگی معنویم رو شریعتی شروع کردم. زمانی که ما بچه مدرسه‌ای بودیم، شریعتی برای ما یک الگو بود. همه ما می‌خواستیم شریعتی بشیم. یکی از بچه‌ها میگفت شریعتی شدن کاری نداره. اگر بابای منم محمد تقی شریعتی بود، اگر من هم چش باز می‌کردم به جای که تو کوچه لیست پس نیست دیواری بازی بکنم یا خرپلیس، 2000 تا کتاب پدرم تو خونم بود، اگه به منم بورس میدادن به جای اینکه بیام دانشگاه آزاد درس بخونم میرفتم مثلا فرانسه سوربن، اگه استاد منم به جای استاد بی سواد مثلا ماتنیون بود، من هم میشدم شریعتی. این نگاه چیه؟ یعنی شریعتی ارزشی نداشت، اصالتی نداشت. مجموع عوامل طبقاتی، اجتماعی، تربیتی، بیولوژیک، خورد و خوراک، فیزیک، همه عوامل باعث شد که شریعتی شریعتی شد. این نگاهه. شما به نتایج و لوازم نگاه میتونید آگاه باشید، یعنی در نحوه بودن شما و در نحوه بودن و در تفاوت ها هیچ تو ارزشی وجود نداره. یعنی مرگ آزادی، و مرگ آزادی یعنی مرگ انسان. سال 60-61 بود که دوستان ما گفت که من میرم آمریکا. گفتیم چرا؟ گفتیم چه غلطی کردم؟ گفت میرم شریعتیش هم برگردم. بعد یک سال برگشت. گفتیم چی شد؟ شریعتی شدن خیلی سخت. این دو تا نگاهه. نگاهی که میگه کنش، رفتار و اندیشه امور اصلی نیست و اینها ناشی از شرایطه. شرایط به مفهوم کلی کلمه، که به قول شما یک روزی ممکنه با علم به همه این شرایط ما بتونیم پیش بینی کنیم. این یه نوع نگاهه. یک نوع نگاه دیگری هست که معتقد است در وجود انسان امر اصلی وجود داره. گذشتگان میگفتن گوهر الهی، به زبان اسطوره‌ای. افلاطون میگفت روح. هایدگر میگه دازن. هایدگر هوش مصنوعی رو نمیپذیره، میگه ایجاد دازن غیر ممکنه. این بحث که تو هوش مصنوعی هم هست، ما میتونیم یک رابط بسازیم کاملا رفتارهای انسانی رو انجام بده. هایدگر معتقد دازن گشودگی به جهان به هیچ وجه که امر فیزیکی نیست که قابل ساختن باشه. در این نوع نگاه آزادی یک امر تقلیل ناپذیره. آزادی رو به هیچ چیز نمیشه تقلیل داد. می توانیم شرایطی رو ایجاد بکنیم و با این شرایط در انتخاب من دست بگذاریم. این که من میرم گوشه زندان، می برم یا نمی برم، به هیچ وجه به اصطلاح پیش بینی ناپذیره. به هیچ وجه نمیشه با پاره از عوامل بگیم آقا در فلان شرایط، در مواجهه با مرگ، کشتی تایتانیک داره غرق میشه، حتما فیلمشو دیدید، من میدونم واقعیت تاریخی هم بوده دیگه. در برابر مرگ مواجهه‌های مختلفی میشه. گروهی توی قایق‌ها که نشسته بودن، افراد دیگه میومدن سوارشان قایق چپه میشد، با چاقو میزدن روی این دست‌ها. یکی سوار نشه تا قایقشون چپه نشه. و تعدادی از هنرمند رفتن گوشه شروع کردن به موزیک زدن و با آرامش مرگ رو پذیرفتن و سوار قایق‌های نجات نشدن تا دیگری سوار شه. دو نحوه گوناگونه مواجه با مرگ. چرا؟ ببینید، در انسان شناسی، در برابر این انسان شناسی که مرگ سوبژه رو مطرح میکنه، و در واقع این حد کتاب نیچه رو شنگید دیگه، در عنوان انسانی بس انسانی، در واقع ترجمه قشنگی نیست. انسانی بس انسانی، عنوانش این باید باشه بشری بس بشری. معنیش اینه طبیعی بس طبیعی، غیر الهی بس غیر الهی. معنیش اینه که تفاوتی میان انسان با دیگر موجودات نیست. یکم پیچیده تره. یعنی ناتورالیست، یعنی فیزیکالیست، یعنی ماتریالیست. این دو نوع انسان شناسی شدن کدوم؟ اگر شما
مبانی فیزیکالیستی رو که این انتقاد به فروید هست، این انتقاد به روانشناسی قرن 18 و 19 هست، اعتراض اگزیستانسیالیست در واقع به همین ریدکشنیسمه که خودش رو تو روانشناسی و جامعه شناسی و اینا هم نشون میده، در واقع شما میتوانید انسان رو یک امر ردیوسیبل به شرایط مجموعه عوامل فیزیکی، غیر فیزیکی، روانی، جامعه شناسی، تاریخی بدونید و نگاهی که نه انسان رو در واقع متفکر پست مدرنی مثل دریدا اساسا انسان رو یک امر لاتعیون میدونه، به هیچ وجه نمیشه تعریف کرد. انسان حیوان ناطق است، انسان حیوان جنسی، انسان حیوان اعتباری، انسان حیوان ابزارساز است، انسان حیوان متافیزیکی است. چی میخواید بگید؟ اصلا نمیشه تعیین کرد، اصلا نمیشه تعیین کرد. فیخته یه روز وارد کلاس میشه، فیخته یک بار وارد کلاس میشه، به دانشجوها میگه آقایان لطفا بیاندیشید. رو پایتخت رو تخته مینویسه، بعد میگه آقایان لطفا به آن که میاندیشد بیاندیشید. بعد میگه آقایان لطفا به آن که درباره آن کسی میاندیشد میاندیشد بیاندیشید. بچه این قصه تا کجا میشه ادامه داد؟ با این قصه فیخته چی رو میخواد بفهمونه؟ میخواد بگه من تعین ناپذیره، هر مرحله بذاری باز میتونه او به این بیاندیشه، باز یک مرحله دیگه. در واقع این من امری عینیت پذیر نیست، ابجکتیبل نیست، قابل اشاره حسی نیست. دو نوع نگاه به اصطلاح انسان شناختی ناشی از دو نحوه به اصطلاح اونتولوژیک، دو نحوه اونتولوژیک ما میتونیم یکی از اینها رو انتخاب بکنیم. اما توجه داشته باشید اگر نگاه شما رو ما بپذیریم باید به مرگ سوبژه تن بدیم. اگر به مرگ سوبژه تن بدیم یعنی من وجود نداره، من عبارت است از مجموعی از نامنها. وقتی چنین باشه اخلاق دیگه بی‌معناست. یعنی اگر من شما رو یه کسی بزنم کشتم، اگر ماجرایی مثل ماجرایی مثلا همین حوادث سیاسی اجتماعی تو کشور ما مثلا روی داد، واقعا اون سربازی که مثلا میزنه هیچ تقصیر نداره، حاصل شرایط اجتماعی و طبقاتی و تربیتی است دیگه. جمله مشهور ابوالحسن خرقانی، آن که میپرسد از آن که پاسخ میدهد داناتر است. ببینید دقیقاً، ببینید نکته که شما میگید کار خوبی است اما در تقابل با حرفای من نیست. در واقع شما دارید میگید که عبدالکریم حواست جمع باشه، این منی که میگی خیلی ساده نیست، اینقدر به وصف قاطع نگو من میاندیشم، من کنش دارم، من حرکت تاریخی میکنم. این من به خیلی از عوامل بستگی داره. به قول یه ضرب و مثل چینی هست میگه میدونی چرا قورباغه تو خاک اینطوری جهش میکنه؟ دلیلش اینه که حرکت قورباغه رو دیدین دیگه، جهش های قورباغه. این تو آب زندگی میکنه، آب امواج رو بالا پایین میبره، حالا وقتی در واقع در خشکی آب نیست دچار توهم میشه. در واقع ماها همون قورباغه هایی هستیم که در امواج شرایط، وضعیت های طبقاتی، اجتماعی، تاریخی، روانی، خورد و خوراک، فیزیک، بیولوژیک، روانی، اینهاست که ما رو بالا پایین میبره. این یه نوع انسان شناسی که باید مرگ انسان رو بپذیریم، مرگ انسان رو، مرگ اخلاق رو، مرگ تربیت رو. در واقع میان شیوه های گوناگون زیست هیچ فرقی نداره، بین حسین ابن علی با یزید ابن معاویه، بین اون امپراتور نرون که در واقع شهری رو با آتش میکشه تا معشوقش نقاشی کنه، با اون برهمن ویتنامی که در مقابل سفارت آمریکا رو خودش آتش میزنه و آرام میشینه تا به جنایات در واقع شکل به طرا اعتراض بکنه. بین نحوه زیست آدمی هیچ تفاوتی وجود نداره. تفاوت قاتل و تفاوت مقتول، تفاوت جانی با شهید، تفاوت در این است که در واقع اینها محصول دو شرایط گوناگونه. اما مثلا در انسان شناسی از نوع اگزیستانسیالیستی سارت که انسان آزاد نیست، انسان عین آزادی، human being is not free but freedom،
آزاد، نگه من آزادم یا میتونم آزاد باشم یا آزاد نشم، هر لحظه بودن من این آزادی، میتونم حرف گوش بدم، میتونم ندم، میتونم بخوابم، میتونم ذهنم رو معطوف به جای دیگر بکنم. در اندیشه سارتی اگر اسلحه گذاشتن اینجا و به تو گفتن این یهودی رو بسوزون، باز هم تو آزادی و میتونی نسوزونی، میتونی مرگ رو بپذیری، و اگر به خاطر نجات خود دیگری رو بکشی محکوم هستی به لحاظ اخلاقی. ببینید دو نوع انسان شناسی گوناگونه. شما حالا باید اگر ما نتوانیم، اگر ما راهی نداشته باشیم که درباره حقیقت انسان بیاندیشیم که من کدامینم، من کدامینم، من چیستم یا که من کیستم، که البته یه راهش تجربیات درونیه، یعنی ما تجربه درونی داریم، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار هستم، یعنی ما از طریق خودت را بشناس، know yourself، تجربه در خودمون در باب خودمون میاندیشیم. البته من باورم اینه که من یک رازه، من به راحتی تعیین پذیر نیست و علوم جدید به ما میفهمونن، روانشناسی، جامعه شناسی، جامعه شناسی معرفت، زبانشناسی، این نامنها رو نشون میده، نشون میده که این من چقدر رازآلوده، یک امر کاملا تو دستی نیست که من پوزیتیو تو دست خودم بگیرم، این رو نشون میده. و یک راه دیگه شم اینه که ما نتایج و لوازم نوع انسان شناسیمون رو بیاندیشیم. آیا ما نتایج و لوازم مرگ سوبژه، یعنی مرگ اخلاق، مرگ تعلیم و تربیت رو میپذیریم؟ اگر بپذیریم، حضور شما در این جمع در واقع با باور شما منافات داره. متوجه هستید؟ دقیقا. بسیار سپاسگزارم. ببینید اراده معطوف به قدرت نیچه تنها و تنها و تنها زمانی معنا داره که اراده معطوف به حقیقت وجود داشته باشه. این درست مثل اون بله، اگر همه اساسا اگر اراده معطوف به حقیقت وجود نداشته باشه، مفهوم اراده به قدرت شکل نمیگیره. این درست مثل اونه که فقط مفهوم خواب وجود داره، مفهوم خواب جز در نسبت با مفهوم بیداری معنا نداره، مفهوم توهم جز در نسبت با حقیقت در واقع معنا پیدا نمی کنه، مفهوم نامن جز در نسبت با من نسبت پیدا نمی کنه، معنا پیدا نمی کنه. ما همه علوم روانشناسی، جامعه شناسی، در واقع اینها نامنها رو در من نشون میدن، اما یک منی باید وجود داشته باشه، یک ذاتی باید وجود داشته باشه، ذات نه به مفهوم ارسطویی کلمه، نه، یک حقیقت این وسط وجود داره که من رو من میکنه. در واقع من مثل شیرازه میمونه، نخ تسبیحی میمونه که عوامل گوناگون رو در خودش به اصطلاح پیوند میده. اما خود کانت هم میگه، خود کانت هم میگه وقتی ما میخوام در مورد این حوزه بیاندیشیم، یهو ناگهان وارد سرزمین بسیار تاریک و ناشناخته میشیم، بسیار تاریک و ناشناخته است. یعنی هر چقدر در مورد این حوزه من میاندیشیم، میپذیرم که عوامل زیادی در تعیین پذیرش نقش دارن، اما همواره این فراتر از این چارچوب های نظامی مثلا نظام های تعیین بخش باقی میمونه. یعنی شما میگید مناسبات طبقاتی نقش داره، اما در خیلی از جهات فرد میتونه مناسبات طبقاتی رو بشکنه. من یا انسان آن موجودی است که تعینات مناسبات اقتصادی تعینش میبخشه، یا من اون موجودی است که میتونه تعینات رو ببخشه، هر دو تعینات رو ویران کنه. انسان یک موجود جنسی، عقده های جنسی، ترکوب شدن غرایز جنسی میتونه در رفتارها نقش داشته باشه، اما انسان همون موجودی است که در این حال میتونه کاری بکنه که به اصطلاح سرکوب جنسی در شکل نگیره. خود عمل تسعید بعضی میتونن صورت بدن و بعضی نمیتونن صورت بدن.
اونی که صورت میده مریض، صورت میده از مریضی میره، و اونی که صورت نمیده در واقع دچار آب نرمالی میشه دیگه. غیر از اینه یا خود اونا هم تحویل به امر دیگه میکنیم. ایشون یه بحث فلسفی میکنه، ایشون یه بحث فلسفی میکنه، بحث فلسفی ایشون اینه که نه خب ایشون میتونه بگه، ایشون میتونه بگه که من بر اساس روانشناسی بحثمو نمیکنم. یعنی حالا من آقای محمدی هم باید بره، من هم باید برم البته. من بذارید یه مقدار از کیرکگور کمک بگیرم. کیرکگور یکی از مخالفان سرسخت تفکر متافیزیکی به طور عام و فلسفه هگل به طور خاص. کیرکگور تمام آثارش در نقد، در واقع بیشتر عمده آثارش در نقد هگل. هگل بزرگترین سیستم ساز تاریخ بشر، یعنی نظام فلسفیش بوده که تا اونجا که من میدونم هیچ نظام فلسفی گسترده تر و عظیم تر از نظام فلسفی هگل نمیشد. کیرکگور در یکی از انتقاداش، انتقادات متعددی به هگل میکنه، شاید بتونه به اصطلاح به شما جواب بده. اولا میگه در پشت هر سیستمی چه نشسته، میگه چهره فیلسوف. یعنی سیستم هگلی چیزی نیست جز اون چیزی که هگل ساخته. این حرف نیچه هم به نحوی داره. نیچه میگه مفاهیم هرچه غنی باشن پدیدارها غنی ترن. یعنی مفاهیم همواره برای قامت پدیدارها تنگن. حالا داره باشه به پدیداری به نام انسان صحبت میکنیم و به کمک مفاهیم و تئوری های خودمون، یعنی همون تئوری های روانشناختی، لیبیدو، اراده، معرفت قدرت نیچه و و و میخواییم تبیین بکنیم. نقد کیرکگور به سیستم های فلسفی یکیش اینه که میگه از هر موقع سازندگان سیستم، هر موقع سازندگان سیستم میپرسیم آیا این سیستم شما کامل شده، همواره به ما یه پاسخ واحد میدن. میگن نه هنوز، اما در آینده تکمیل خواهد شد. اما این آینده کی خواهد بود؟ همواره از سیستم سازها میپرسیم، همواره میپرسیم بالاخره سیستم شما تمام شد؟ جواب میده که نه، هنوز تمام نشده، هنوز تمام نشده. کیرکگور به ما میگه سیستم ناتمام یعنی ضد سیستم. ما سیستم ناتمام نداریم، سیستم یا تمام یا سیستم نیست. ماشین ناقص نداریم، جزء سیستم. حالا ممکنه ما به استعاره به کار ببریم، ممکنه به استعاره بگیم مثلا جزء سیستم، یعنی یک جزء سیستم نه یک جزء از اجزا، یعنی یک بخش، یک قسمتی از سیستمی که هنوز کامل نیست. نمیدونم این جواب کیرکگور چقدر میتونه، یعنی در واقع همواره شما مترصد رسیدن به روزی هستید که ما بتوانیم تعیین بپذیریم. اگر از من بپرسید آیا ما به ضروره باید این رو بگیم، من حرفم اینه که تجربه تاریخی ما تا کنون نشان داده است که سیستم ها رو ساختیم و فروپاشیده، دائما سیستم ساختیم و فروپاشیده. همواره در واقع یک ریمیندر، یک جزء باقی مانده وجود داشت که خارج از سیستمه. یعنی در واقع ما یک سیستم میسازیم، همواره ما یک سیستم میسازیم، یک جزء باقی مانده هست که نمیتونه سیستم تبیین بکنه. به لحاظ ریاضی هم ما اینو میتونیم بگیم، در واقع همه ریاضی، هیچ سیستم ریاضی نداریم که بتونه همه مسائل حل بکنه.
همواره همواره هر سیستمی نمیتونه یک مسئله رو حل بکنه. شما سیستم رو تغییر میدید، یک جزء دیگه باقی میمونه. سیستم رو تغییر میدید، باز یک جزء باقی میمونه. در واقع این تجربه تاریخی، این تجربه تاریخی و این نحوه زیست خود من، یعنی در خودآگاهی من که خودم همواره در باره خودم میاندیشم، این باور رو میتونه محتمل بکنه که در واقع وجود با سیستم ضده، اگزیستنس با سیستم ضده. حالا یعنی به حال ببینید دو نوع تلقی وجود داره. جهان، ما جهان رو میتوانیم همه به اصطلاح کل این جهان رو و همچنین انسان رو فهم پذیر کنیم. متافیزیک چنینه، اصلا فلسفه یعنی همین. فلسفه یعنی ایمان به عقل بشری برای فهم پذیر کردن همه چیز. در مقابل این تفکر، تفکر دیگری هست که معتقد که همه چیز فهم پذیر نیست. اصلا مفهوم تراژدی در یونان اولیه یعنی همین. تراژدی چیکار میکنه؟ این میخوام بگم دو نوع تفکر وجود داره. مثلا شما وقتی تراژدی رستم و سهراب رو میخونید، تراژدی یعنی همین، یعنی یه اتفاقی میفته که شما فکرش رو نمیکردید. مرگ سهراب، مرگ فرزندی به دست پدر، یعنی پدری که به سهراب عشق میبردید خودش با دستان خود سهراب رو میکشه. چرا؟ تراژدی چیکار میخواد بکنه؟ تراژدی میخواد چیزی رو جلوی شما بیاره که سیطره ناپذیره و شما رو مفقود میکنه. این درست در مقابل تفکر فلسفی که میکوشه همه چیز رو با عقل و منطق تجزیه و تحلیل کنه. دو روی کرد به جهان. من بحثم در یک نکته خلاصه کنم، بس در مورد نگرش تاریخی رو فهمیدید. در برابر نگرش اسانشالیستی قرار داره. حالا نگرش تاریخی میتونه اومانیستی باشه، میتونه غیر اومانیستی باشه. هایدگر معتقد تاریخ غرب حاصل تحول اونتولوژی ها. اونتولوژی ها چرا دگرگون شده؟ نمیدونیم. هایدگر نسبت میده به تجلی خود وجود. این تفکر در عرفان ما وجود داره. یعنی معتقده که در عرفان نظری ما که ذات خداوند اسما و صفاتی داره و در هر دوره تاریخی صفاتی از خودش رو متجلی میکنه. ادوار تاریخی حاصل تجلی های گوناگون خداونده. ممکنه به لحاظ تئولوژیک شما با این دینش مخالف باشید. ممکنه اصلا بگید من خدایی هم قبول ندارم. اما میتونید در این حداقل ها با هایدگر و با فردید همدل باشید. نگاه تاریخی و دوم این که تاریخ حاصل اراده های بشری نیست. اگر این دوتا رو بپذیرید و یک دو نگاه حکمی و عرفانی رو هم داشته باشید، در واقع نگاه علم الاسمایی فردید رو به این معنا که تاریخ حاصل تجلی های گوناگون صفات و اسماء خداونده میتونید نزدیک بشید. جانم بفرمایید. هرمونتیک اینجا کجا؟ هرمونتیک به این معنا که بشر همواره وجود رو تفسیر میکنه. در هر دوره تاریخی بشر جور خاصی وجود رو تفسیر میکنه. یعنی انسان قرون وسطی جهان و طبیعت رو یک جور تفسیر میکنه، انسان دوره جدید هم جهان و وجود رو یک جور تفسیر میکنه. تفسیرهای ما تابعی از دورانهای تاریخی. دورانهای تاریخی حاصل چیه؟ حاصل تجلی اسماء خداوند، حاصل تجلی و حوالات تاریخی خود وجود. دیدگاه هایدگر و یا در واقع همین جوره. بله، خیلی میتونه نزدیک بکنه. یعنی هر کنون از اینا نحوه تفسیری هستن. یعنی علم جدید نحوه از تفسیر جهانه، اما یگانه نحوه تفسیر نیست. یعنی شما علم و هرمنوتیکی میفهمید، علم جدید یگانه نحوه درست تفسیر جهان نیست، بلکه یک قصه از میان قصه های بیشماره. عرفان یک قصه، دین یک قصه، هنر یک قصه، به هر کدوم از اینا تفسیر. بله بله، ما جلسه‌مون ظاهرا جلسه آخر بود
جلسه آخر بود وسط بحثم هست، نمیدونم اگه ترم دیگه باشه.